بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است، اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است. کاندید بلژیک 1945. از دشمن متحدین چقدر؟ آقا چیزی که به من خبر رسیده ظاهرا تو پشت دروازه شب دشمن متفقین اومدن یا متحدین اومدن. سلام سلام مادام شانتال، خیلی خوش آمدید. کجا راحتید بشین؟ من کم بیر رسیدم از این اختیار دارید، فقط اگه اشکالی نداره کارت شناساییتون محبت کنید. خیلی ممنون. شما هم خانم ها کارت شناساییتون. سلام بر همه. سلام بر سلام هیونویل عزیز، خوش به فرمون تو رو خدا. اما زلینا فرمه لپوخ گروه اول رقابت دوم. همگی خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. شما که خیلی خیلی خوش اومدین. خیلی مختصر. آقای میخوان نظر شما چیه راستی؟ خوب بود. فقط مداد فراش داشتی. شما تنها بازیکنی بودید در هفته قبل که نه بردید نه باختید. بله واقعا. به دلیل اینکه مشتری که سایت نگرفت تا پایان در سایت مستقل موند و در نهایت با شلی که یک چشم اشک و یک چشم خون جناب جوله ننگ این خیانت تا ابد رو پیشونی من میمونه. من پشت دست شهر قطعین بازی کردم و عاشقتونم. اما با همه اینا یه خواهش هم از همه رفقا دارم، بازی هفته پیش، نقش ها و این ماجراهاشو فراموش کنید لطفاً. یه بازی جدید میخوایم شروع کنیم، با حال و با صفا، با نقش های تازه
همه چیز رندومه و قبل از اینکه بخوایم بازی رو شروع کنیم من یه داوطلب میخوام. پیش از اینکه نقش ها تقسیم بشه من میخوام داوطلب پیدا کنم برای سر صحبت بازی. موافقی همین وری به چرخیم؟ بله. دیگه نه؟ خیلی خب. آقای مهندس عزیزم همگی آماده این برای اینکه بریم برسیم به دیدن کارت ها و شناختن نقش ها. لطفاً ماسکاتون رو بردارید. لطفاً ماسکاتون رو بردارید. الان دیگه همتون با نقشاتون آشنا هستید و میتونیم بریم به وضعیت معارفه. سر صحبت طبق توافق اولیه‌مون آقای مهندس بودن. انتهای صحبت. آقای رفیقی، میدونی که ترن معارفه چالش نداره. حق استفاده از پلاک گفتگو رو ندارید، کسی شلیک نمیتونه بکنه و همه اینها موکول میشه به بعد از وضعیت معارفه. قبول؟ بسیار خوب. آقای مهندس بفرم. سلام، من فرزین مهندسم. خیلی خوشحالم که شب دوم دارم با تون بازی میکنم و خوشحالتر که دارم با تو هم بازی میکنم. امیر حسین رستمی، خانم الیکا عبدالرزاقی، آقای امیر حسین رستمی و رامین راستاد عزیز. مطمئنن حسی. سلام، رامین راستادم. خوشحالم که دارم برای شب دوم کنار دوستان بازی میکنم. من به خانم عبدالرزاقی تارگت میزنم و آقای حسین رفیعی فعلا. مرسی. سلام، شکیب شجرم. خوشحالم مجدد با هم دیگه داریم بازی میکنیم. به فرزین مهندس به خاطر نحوه گفتنش نمیدونم چرا، چون همیشه یه جور دیگه میگفتی، این دفعه یه جور دیگه بود، حسیه و تجربی. بخاطر بازیه که ما هم کردیم تو خانوما هم به طب بعد یک نفر باشه دیگه. حالا نمیدونم کی، ولی آقای مهندس و توی خانوما یک نفر. متشکرم. سلام بچه‌ها، امیر حسین رستمی هم. خیلی خوشحالم تو شب دوم بازی شماست. منم تو گروه شما هستم. جای بهنام خالیه. دوست داشتم بهنامم بود. برای من جذاب‌تر میشد بازی. در مورد تارگت زدن، همیشه تارگت تو مرحله اول خیلی سخته. میگن حسیه و من به جای این میگم که به جای اینکه خودم سفید کنم میگم من همیشه گشتاپو هم تا عکسش ثابت بشه. بچرخ. متشکرم. سلام، من شقایق دهخان هستم. خیلی کار بامزه میکنه امروزین. به نظر من خیلی جالبه همیشه. من چرا حتما یکی از ما خانوما حتما منم بس نظری ندارم، تارگتی هم ندارم فعلا. متشکرم. خب، من الیکا هستم. آقای فرزین مهندس تارگت بک نمی کنم، ولی اینکه اینجوری محکم احساس کردم انتخابمون کرده بودی موقعی که پاشادی گفتی این یعنی اینکه من اصلا دنبال کسی نمیگردم. یه کوچولو ها، نه کاملا حسی، منم نه اونقدی حسی، نه یه ذره بیشتر از حسی به این یه کوچولو مشکوک میشم. امیر حسین رستمی رو خب همیشه بهت مشکوکم، برای اینکه یه جوری بازی میکنی که رخ گشتاپو داره و حتی وقتی که پارتیزانی من بهت مشکوکم. همیشه تو میز خودمون هنوز به کسی مشکوک نیستم، ولی به آقای نیک خواهم یک توجهی میکنم.
متشکرم. سلام، بهار قاسمیم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خوش اومدین آقای رستمی. از یه جهت خیلی ما رو خوشحال کردین، چون بازی آقای تشکر خیلی پیچیده است. من که اذیت میشدم، ولی شده که بازی خوب ساده تر. یعنی پیچیده نیست آقای رستمی؟ نه، یکم پیچیده است. آقای تشکر خیلی پیچیده است. آقای شکیب شجره، این جمله بعده که شما میگین که حالا تو خانم ما حتما یه دونه هست. خب اون هفته پیش که نبود تو خانم ما هیچ چیزی. شما تارگت من هستین فعلا. با آقای جوله کاری ندارم، همیشه تارگت من هست، ولی فعلا راجبشون صحبت نمی کنم. و اتفاقا در مورد خانمان فعلا احساس اینکه هر سمون گروه نجات هستیم دارم تا بعد تکلیف روشن شد. متشکرم. خب نیکخواه تک تکتون. ارادتمند، مخلص، خوشحالم در جمعتون هستم. مرسی که توجه داری به من، ممنونم ازت. امیر حسین، معمولا اینه که گشتاپو هستن اول بازی بلند میشن و میگن من گشتاپو هستم، چون خب اینم یه نوع منحرف کردن ذهن بقیه هست. من یه خورده مشکوکم بهت. حالا در مورد بقیه هم 30-40% هم روی فرضین هستم با این معرفی کردنه. حالا ادامه بدیم. این بر که من نمیتونم زیاد صحبت کنم، اون بر هم که جرأت نمیکنم. متشکرم آقای جوله. ناخودآگاه دارم پشت دست آقای نیکخواه بازی میکنم. به فرزین مهندس تارگت میزنم به خاطر اون توضیحی که بعد تارگتات دادی. این دلیه ها، معلومه نفر اول پا چیه، فکتیه. امیر حسین که تو تمرین ها هر وقت گفتی گشتاپویی گشتاپو بودی و آدم مرض نداره وقتی نجات باشه بی خودی توجه ها رو به خودش جلب بکنه. و خانم قاسمی که به من تارگت نزدن. متشکرم. انتهای صحبت عارفی. خب حسین رفیعی هستم، خوشحالم که صحبت آخر به من رسید. صحبت های دوستان همه رو شنیدم. توی این میز من هم مثل دوستان دیگه امیر حسین عزیزم رو یه مقداری مشکوک میبینم، البته نیم نگاهی به رامین عزیز هم دارم. توی میز بانوان با یه بخش صحبت های شکیب موافق هستم، از توش یه دونه گشتاپو انشالله در نیاد، یعنی توی ترنای بعدی به این نچه برسم که اشتباه کردم. حالا همینجوری دارم تارگت میزنم. میز آقای نیکا و آقای جوله هم هیچ نظری ندارم تا بریم دست به چرخ چه اتفاق. آماده میشیم برای وضعیت اضطراری. نقشایی که اسم میبرم لطفاً فقط لایک هاشون رو بالا بیارن، ماسکشون رو بر ندارن. خلباز بازی لایک بده. دکتر بازی لایک بده. کسلر بازی لایک بده. حالا نوبت میرسه به کرتیس بازی تا ماسکش رو برداره. طلبان و دکتر لایکاشون رو بندازن. دو گشتاپو لطفاً ماسکاشون رو بردارن. دو مأمور نجات لایک بدن. و برای ثبت در تاریخ دو مشتری بازی لایک بدن. به وضعیت عادی برمیگردیم. در ترن معارفه نوبت به آقای مهندس رسیده بود. در ترن یک هم شما صحبت میکنید، آقای رفیع انتهای صحبت. این توضیح رو بدم، شما میتونید حرف بزنید. بعد از حرف زدنتون دو تا انتخاب داشته باشید. یک،
خرج کردن پلاک 0900 و رفتن به اتاق 0900 و گفتگوی خصوصی یا شلیک. البته میتونید کاری هم انجام ندید، به حرف زدنتون ادامه بدید. بفرمایید آقای مهندس. من سعی میکنم در مورد اون چیزایی که گفته شد حرف بزنم. آقای جوله، نه همینجوری گفتم حسی، یعنی که کار عجب و غریبی نکردم که میخواین از حرفای خودم فکت بگیریم. برای همین من به شما هم شک دارم آقای جوله. امیر حسین رستمی رو اول من گفتم، ولی یه عالمه انداختین روش. به نظر امیر حسین رستمی میتونه سفید باشه نسبت به آدمهایی که تو دور قبل مشکوک بودم. هنوز شما خانم عبدالرزاقی برام مشکوکین و رامین راستاد، یعنی میشه خانم عبدالرزاقی، امیر مهدی جوله و رامین راستاد. متشکرم. خانم عبدالرزاقی و آقای رفیعی، من به جفت شما عزیزان تارگت زدم. راجع به دو نفر دیگه که به شما تارگت زدن حرف زدین، اما اصلا تارگت من رو ندیده گرفتین. چرا؟ هر جفتتون یه دفاعی میکردین، یه چیزی میگفتین. شما فکر کنم فرزین رو دوباره، نه ببخشید، آقای رستمی رو، امیرحسین رستمی رو گشتاپو اعلام کرد. به من گفتی تو هم بهت فکر میکنم، ولی توقع دارم که تارگت زدم تارگت برگردونین دیگه. چرا نداره؟ خب دو نفر تابلو من زده، هیچ کدوم از شما تارگت رو بر نمیگردونین. به نظرم یکم بوداره رو شما کمتر، ولی حسین رفیعی رو بچه ها بیشتر حواسمون بهش باشه. متشکرم. من با حرف فرزین الان در حال حاضر موافقم، کاورش نمی کنم، فقط باش موافقم که گفتش که امیر حسین رستمی، چون حجم خیلی زیادی رو امیر حسین افتاده بود. البته وقت نحوه بازیشه که، یعنی اونو گفته بود، فکر میکنم یکم ذهن منحرف کرد که گشتاپو هم دقیقاً بریزنش، یعنی در واقع تمرکز کنن روش. نخون دلیل نمیشه که اگر دست پیشی که ما بازی کردیم کسی در قسمت بانوان به قول آقای رفی سیاه نبوده، این دستم نباشه. کارت رندوم پخش میشه دیگه، این چه فکتی هستم؟ منم حسی گفتم. بعد چرا جمله‌ام بده؟ چیز خاصی نگفتم، گفتم احساس میکنم در قسمت بانوان باشد. چیز بدی نگفتم، هنوزم هستم شدیدم و منتظرم که صحبت‌ها رو بشنوم، چون نفر سومم و تا اینجا هم که صحبتایی که کردم دارم میگم، خیلی حجم زیادی روی قسمت بانوان تا صحبت‌ها رو بشنوم. یعنی این سه نفر، نمیگم یک نفر خاصی، چون چیزی ندیدم هنوز و فقط صحبت ترن اول شنیدم که بیشترش هم حدسی بود. و امیر حسین هم که من بازم دارم میگم کاور نمیکنم، چون اتفاق افتاد آخر. من امیر حسین بنا تا اینجا سفید ببینم چه اتفاقی. متشکرم. بفهم. یک موضوعی که پیش اومد برای آقای نیکخا، آقای نیکخا فرمودین که معمولا کسایی که گشتاپو هم پا میشن و تو معارفه میگن گشتاپو هن. نه، این اتفاق تو تمرین هم فقط برای من افتاده، یعنی همیشه من پا شدم گفتم من گشتاپو هم و خیلی وقتا هم شهر چیز بودم، نجات بودم و اتفاقا با نجات برنده شدیم. شاید یکی از فکتای این باشه که من پاشم بگم گشتاپو هم، ببینم گشتاپو ها کیا میریزن روم، به عنوان یه نجات بخوام خودم رو تومه کنم. و این اتفاق در مورد هیچ کدوم از همکارامون نیفتاده تو تمام تمرین ها که پاشه بگه من گشتاپو هم. من فقط اینو میگفتم همیشه. و این که میگید همیشه گشتاپو پا میشه، اینو میگه، نه من خیلی وقتا 50% نجات بودم، 50% گشتاپو. بنابراین اینو میخواستم رد کنم. بعد در مورد تارگت هایی که بهم شد، من حس میکنم که بر اساس همون فکت اولی که خودم پا میشم میگم گشتاپو هم، که گشتاپو بیان رو، ولی اون هنوز معارفه نشده بود، هنوز با کارتاشون، یعنی هر کسی با کارت خودش مواجه نشده بود که ببینه که این یارشه یا نه. بنابراین اون تارگت ها رو من جواب نمیدم. از این به بعد برای من مهمه الان از اینجا این اتفاقی که برای من افتاد، فرزین محدث نمیدونم منو تارگت کرده بودی یا نه، کرده بودی ولی الان منو سفید کردی، یعنی کشیدی از من عقب. دلیلی دید. چیزی دیدی از من به خاطر حجمهایی که رو من بود خودت کشیدی عقب. کلام همین. آخر لطفا. کلام آخر. من تو اینجا فعلا، تو شروع اینجا من فعلا یه فرزین رو برای خودم یه گوشه دارم. بعد منتظرم حرفای امیر مهدی رو بشنوم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. ممنون از لطفتون. خب این که میگه 50-50، من در مورد تو راستش بخوای 80 فکر میکنم گشتاپو هستی، 20 احتمال میدم که نباشی. این که یهو فرزین محدث میشه تارگتت، برای همین اتفاقا فرزین محدث یه ذره برای من سفید میشه.
این که از اون طرف دارین میگین توی خانوم ها هست، من فکر میکنم هست، ولی تارگت من الیکانیست، تارگت من بیشتر بهاره و در اون طرف هم نظر ندارم. متشکرم. لطفا چالش تعارف کنین. چالش بفهم. خب من چالش نگرفتم بعد از صحبت های آقای راستاد رامین عزیزم، به دلیلی که صحبتی که کرد می‌خواستم جوابشو بدم، ولی دوست داشتم صحبت‌های امیرحسین هم بشنوم، چون من هم به شما تارگت زده بودم و گفتم که حسی دست اول رامین عزیز به صورت حسیه، شما به صورت حسی سر صحبت بلند شدی به من و خانم عبدالرزاقی تارگت زدی و اینکه حالا من بخوام جواب شما رو بدم آخه چیزی نچرخیده و صحبتی نشده. من باید اگر که شما واقعا نسبت به کسی هم شک داشتی چرا از گفتگو استفاده نکردی؟ میتونستی از گفتگو استفاده کنی. من از امیرحسین رستمی به دلیل صحبت کردن، حالا منطق خودمه، احساس میکنم که امیرحسین برای من سفید میکنه و سفید میشه و تا به اونجا، یعنی تا الان تا همین صحبت که تا شنیدم، برای من هم اینجا 100% چیزی گشتاپو نیست و دوست دارم که حالا حرفای اون برم بشنوم. اینجا فعلا چیزی دستگیرم نشد. شما از من چالش گرفتین ولی چیزی دستگیرتون نشد، بلند شدین با آقای منم همین توضیح رو بهشون میدادم، چون به منم همین حرف رو زده بودن. آقای راستاد، وای راستاد، فهم شده اشتباه میکنم، معذرت میخوام. آقای راستاد، وقتی تارگت میزنین اگه کسی چالش گرفت در جا بلند شد جوابتون داد، مطمئن باشین گشتاپوه. تارگته، تارگت درد نداره، برای پارتیزان درد نداره قاعدتا. شما تارگت زدی، ایشون تارگت زد، من از نکی تارگت بک کنم به آقای محدث، من نسبت به اون حرکت آقای محدث یه خورده مشکوک شدم که آقای محدث میتواند که گزینه من باشد. خب این اتفاق میفته الان اینجا، من دلم میخواد صحبت‌های این عزیزان رو بشنوم، ولی کماکان روی آقای من پیرشم خرفت شدم فکر کنم، آقای نیکا کماکان منتظرم حرفاشون رو بشنوم، برای اینکه ایشون همیشه بلند میشن تارگت میزنن، یعنی در واقع دارم تارگت میزنم که بلند شید حرف بزنید که من تکلیفم رو بهتر بدونم توی بازی. ولی این ترکیبی که الان بین شما و شما وجود داره و این اونو سفید میکنه و اونو سفید میکنه، من احساس میکنم از بین شما، شما و شما قطعاً یه دونه گشتاپو در میاد. سپاسگزارم. فراموش کردن اسم آقای راستاد عجیب نیست، چون من همیشه ایشونو با سیلوستر استالون اشتباه میگم. ولی در مورد فراموش کردن اسم آقای نیکا دیگه واقعا جای نگرانی داره خانم عبدالرزاق. خانم قاسم بفهم. چه عجیب. من فکر نمی‌کنم به عنوان نفر هفتم صحبت مثلا امکان گفتگو مونده باشه. خیلی عجیبه. و مثلا عجیب تر از اون میشد که یهو الان اینجای بازی من بلند میشدم مثلا یه حرکتی هم میکردم، ولی نه. چه لیک میکردی؟ نه میگم میخواستیم اگر عجیب بازی کنی. خب من زمانی که آقای محدث و آقای شجره در مورد آقای رستمی در واقع قبل صحبتش بلند شدن سفیدش کردن، تو ذهنم اومد، حالا به هر حال نمیدونیم، آگاه نیستیم، که شاید مثلا ایشون کسلره و دارن بهش گرام میدن که ما یاراتیم. بعدش آقای رستمی خودش بلند شد ایشون رو تارگت کرد، حالا یا جسارتن کسلر کم هوشیه یا اینکه نه واقعا نجاته و به ایشون مشکوک شد. حالا نه، همطوری گفتم که گفته باشم و میخوام الان من در واقع چراغ 0900 رو روشن کنم و با فاحشه برم توی گفتگو خصوصی الان قهره برام میاره. مانوزل، فت اتنسیون. آه، وی میشه. آقای جوله، اگر کسلر یا خلبان باشن، حق دارن در بازی دروغ بگن. بله. بفرمایید. خب میشه بگین سایدتون چیه؟ ساید نجات بازی هستم. شما چی هستی؟ من میخوام یه خبر خوب بهتون بگم. من مشتریم. من میخوام دوباره با هم تیم بشیم. من این اصلا هم نمیدونم. Nothing, just fresh air. Monsieur, vous voudrez quelque chose? Oui, un carafe deux. من به شما اسلحه میدم. آقای گردانند اسلحه که موجوده، چون اولین گفته گوی چه سفید باشی چه سیاه، چون مشتری هم بازی میکنم. پس الان دیگه شما سفید سفید هم نمیدم اسلحه داشت. خب حالا پس آره، احتمالا تو دوتا، یعنی من بیشتر شکی من شما کنم.
و باز دوباره تو کرتیس نیستی. نه تو کرتیس نیست. آه تو کرتیس نیست. اصلا دوباره باید مثل بگیم. من اگه بخوام ببرم گفتگو کیو ببرم؟ شکیبو ببرم یا امیرحسینو؟ آره من بین اونا رو نبردم. من اونا رو نبردم که چیز نشم، سیاه نشم، چون تارگت هم. ولی تو اونجوری نمیدی. ولی میگم که استر رو نبر، چون توش چیزی در نمیدی. آخه نمیتونی که دستش رو داده باشه. گفتگوی خانم قاسمی و آقای ژوله به پایان رسید. شما دو نفر تا پایان این ترن گفتگو حق ندارید لطفاً در مورد همدیگه، اتفاقات اتاق، حتی تارگت هایی که میخورید و میزنید و فلان لایک و دیسلایک بدید. اینو دیگه کم کمک همه باهاش آشنا هستیم. آقای نیکا بفهم. خانم عبدالرزاقی شما دور اول فرمودید که به شما توجه دارم، توجه نمیدونم حالا درصدش رو گفتین یا نه. بعد بار دوم هم باز ما رو میبرین زیر سوال. آخه دلیلت کو؟ فکتت کو؟ به چه استدلالی همین جوری آقای نیکا شما نمیدونم گشتاپوی یه چیزی؟ آقای رفیع شما هم همینطور، شما ازشون وقت گرفتی بلند شدی چی گفتی؟ نه واقعا چی گفتی؟ خودت گفتی بابا فلان و فلان فلان یه چیزی گفتی بابا خودت حالا بلش کن تا ببینی بعدا چی میشه. مشکوکی برای من امیر حسین جان. معمولا کسی که میخواد یه جوری ذهن بقیه رو، حالا من 100% شما نیستم، ولی کسی که میخواد ذهن بقیه رو منحرف کنه به اینکه بخواد اثبات کنه که گشتاپو نیست، میگه آقا من گشتاپو یعنی ترسی ندارم، کلام آخر، آقا من سفیدم گشتاپو، معمولا اینجوری. حالا من 100% نمیبرم از زیر سوال، ولی هستی برام هستی، سپاسگزارم. ولی مشکوکم به حسین و حسینو با اجازه میبرم، چون اون دفعه که بازیگر اصلا نرسیدیم به اتاق معارفه و شما رو میبرم در دقیقه 90 تایید میشه. من پلاکتون رو برمیدارم آقای نیکا. بله بفرمایید. فقط بدونید که آقای رفیع اگر کسله یا خلبانه بازی باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. جون دل حسین جون، این فیلم علکه چی هستی تو؟ سیاهی و سفیدی؟ مشتری سادم. مشتری به خوب یادت دادن درس. حسین جان من خانم عبدالرزاقی گشتاپو هستیم، شما هم کسلری و اومدیم که چیز کنیم، خودمونو معرفی کنیم که در جریان قرار بگیری و دیگه حرفی نیست. حالا اگه میشینی به حال علکی نشستیم که پاستیل داری؟ آره میدم نفق لپا اکه پاستیل میخوام بخورم. شما همه میگم گشتاپویی بودی که منو بردی تو گفته کن، چون الان کرتیس خیر ما رو میگیره. هیچی یه پاستیل دارم میخوام. میخوام پاستیل؟ شما من صحبت کردم، این شما من بوده، من سایت نجاتم، ولی من باور نکردم. اوکی متشکرم، بفرمایید. گفتگو شما دو بزرگوار هم تا پایان این ترم در مورد هم هیچ واکنشی نشون ندید لطفاً. اینو عرض کنم خدمتتون که دو گفتگوی این دور به پایان رسید، شلیکی زده نشده، انتهای صحبت هم آقای رفیع است. آجوله بفهم. منم والا به همینا مشکوک شدم دیگه. شما یه چالش گرفتی که بگی رامین اون دست که تو به من گفتی که اینجوریه اینجوری اونجوریه، داره میگه خب چرا بر نگردوندین، چیزی نبود که انقدر مهم باشه که چالش بگیرید. این برای من مشکوکه. بر اساس فرضیه هایی که مطرح شد، اگر یارای کسلر میخواستن بهش بفهمونن که یار ما این، پس یاراش سیاه میشن. اگر میخواستن برن تو تیم اون با سفید کردن کسی که میدونن سفیده، خودشون رو سفید کنن، باز مشکوک میشن. آقای فرزین محدث و آقای شکیب شجره، امشب رأیی نداریم، بی خودی دست بالا نیاریم برای کسی، گفتگوها در بیاد. به نظرم
اتفاقای خوبی میافتاد تو گفتگو، به خصوص اون همه ما سوالی که داریم راجع به چالش نابجایی شما، به نظرم آقای نیکا میتونن جوابشو بدن. تا قبل از اون به نظرم تو رأی گیری کار بی حاصلی نکن. من امیر مهدی عزیزم فکر نمی کنم چیز نابجایی بود. ایشون یه تارگتی به من زد، من منتظر وایسادم به کسی که تارگت زده بودم صحبتشو بشنوم، و بعد قبل از اینکه به نوبتم برسه دیدم یه امکان چالش دارم، چالشمو گرفتم و صحبت خاصی هم نکردم، چون ایشون یه استدلالی آورد که استدلالش به عقیده من استدلال درستی نبود. چون دلی به من و خانم عبدالرزاقی تارگت زده بود، میگفت چرا شما تارگت بک نکردین یا چرا عکس العمل نشون ندید؟ قطعا اگه ما این کارو میکردیم میگفت آقا شما بلند شدی، چرا چی شده مگه؟ یعنی چرا الان عکس العمل نشون؟ این حالا از اون. حالا در مورد گفتگو با آقای نیکا که نمیتونم صحبت کنم، قطعا اگه آقای نیکا پیش دستی نمیکردن و منو به گفتگو نمیبردن، از بین شما و خانم قاسمی دوست داشتم با یکیتون برم توی گفتگو که حتما سایتمون مشخص میشد و میفهمیدیم که قرار چیکار کنیم. دوستان من الان یه مشکلی که ما توی طی این روزهایی که با هم بازی کردیم و بهش برخوردیم اینه که مثلا اگه من بگم آقا من نجاتی هستم که میخوام در شهرم در گروه هم کار کنم، همه میگفتن آقا دقیقا همون حمله ای که به امیر حسین رستمی عزیز کردید که آقا کسی که میگه من گشتاپو هم اینجوریه گشتاپو. ولی واقعا من میخوام توی امشب و توی این دست به پارتیزان ها کمک کنم. اجازه بدید حرفای همو بشنویم، استدلالای بازیای قبلی رو هم نیارید وسط و از توی گفتگوها من فکر کنم همه چی مشخص باشه. متشکرم. میدونید که شلیکی در این دور زده نشده. میریم به وضعیت اضطراری. راینهارت بازی بیاد بالا. بر اساس فرضیه هایی که مطرح شد، اگر یارای کسلر میخواستن بهش بفهمونن که یار ما این، پس یاراش سیاه میشن. اگر میخواستن برن تو تیم اون با سفید کردن کسی که میدونن سفیده، خودشون سفید کنن، باز مشکوک میشن. فرزین محدث، نمیدونم منو تارگت کرده بودی یا نه؟ کرده بودی ولی الان منو سفید کردی، یعنی کشیدی از من عقب. دلیل دیگه چیزی دیدی از من؟ اما رأی‌گیری از سر صحبت، 5 رأی لازم حداقل برای اینکه بازیکن از بازی خارج بشه برای آقای فرزین محدث میشمارم. برای آقای رامین راستاد میشمارم. آقای شکیب شجره. آقای امیرحسین رستمی. خانم شقایق دهقان، خانم الیکا عبدالرزاقی، خانم بهار قاسمی، آقای نیکا و آقای ژوله و آقای رفیعی. متشکرم. اعلام وضعیت عادی. عرض شود خدمتتون که اهالی کافه تصمیم گرفتن در وضعیت اضطراری کسی از بازی خارج نشود. اما راینهارت بازی با شناسایی دقیق نقشه یک نفر، آفرینش، او رو از بازی بیرون داد و او کسی نیست جز بازیکنی که خیلی بازیشو دوست دارم، بسیار با استدلال منطقی، آفرینش، و با هیجان و تمام وجودش بازی میکنه، امیر مهدی ژوله. تشویقش کنم.
آفرین ران هات دمت گرم سر صحبت آقای مهندس بودن، یک و دو و سه آقای رستمی سر صحبت خواهند بود. آقای شجر انتهای صحبت، بفرمایید آقای رستمی. خب چالش کسی نمیخواد. خیلی کار عجیبی بود اتفاق افتاد، اینکه توی شروع ما حتی ریسک اینو نمیخواستیم بگیریم رای گیری کنیم، یعنی ترجیح دادیم رای گیری حتی نکنیم و توی این وضعیت راینهارت شناسایی بکنه یک نفر رو، پس اوضاع خیلی خطرناکیه و گشتاپوی قوی داریم. الان من نمیتونم راجع به چی صحبت کنم، الان فقط منتظر گفتگوام، منتظر کسایی هم که دعوت میکنم به گفتگو. این برای من خیلی جذابه که بلافاصله بعد از من توی این ترم که داره میچرخه کیا چه کسایی رو به گفتگو دعوت میکنه. خانم دهقان، چالنجرش خانم قاسمی، بفرمایید. ممنون. خب الان که دیگه بر همگان مشهوده که آقای ژوله سفید صد بازی بودن چون راینهارتی شدن، خب من الان این فکت رو میخوام استفاده کنم برای سفید کردن خودم بیشتر. خب من چند تا حالت ممکنه یه نفر رو ببره، یا باید مثلا من یک نجاتی باشم که ساید ایشون برام گنگ باشه، یا باید یکیمون مثلا مشتری باشه که به اون یکی ساید بده، یا باید ایشون کسلری باشه که من بخوام به گشتاپوی باشم بخوام بهش گرا بدم. خب ایشون که وقتی سفیده پس اون دوتا آدز دیگه منو تقریبا سفید میکنه دیگه. حالا خیلی کسی هم رو من تارگت نداشت، ولی گفتم که دیگه رو مخم نره کسی. و حالا تارگت های ایشون که آقای شکیب شجره بودن که به زعم من میتونه اون راینهارت باهوشی باشه که تو اولین رای گیری راینهارتی بکنه، بعد راجبه حالا آقای مهندسان هم حرف زدن که من موافق نیستم، الان من تو ذهنم یک سناریوی اومده که میخوام مطرحش کنم، اصلا برای مهم نیست که حتما درست باشه ولی میخوام راجبش بشنوم. به نظر من گفتگوی دومی که یعنی ما که سایت بینمون رد و بدل شده، سفیدیم، یعنی سفید ایشون بودن منم هستم. سلام آخرتون. از نظر من گشتاپو آقای نیکا، کسلر به خاطر اینکه ایشون رو دعوت کردن آقای رفیعی، و یارشون هم آقای شجره هستن. متشکرم. قطعیتم رو این دو عزیز بیشتره ولی رو ایشون هم هستن. متشکرم. یه سوالی الان بر جان، تو گفتی که آقای نیکا راینهارت و آقای شرف گشتاپو اوکی، حالا مهم نیست. ببین یه چیزی تو داری که من فکر کردم که اگر که امیر ژوله رو داری میبری بر مبنای اون بازیه که میگه گشتاپو راینهارت رو که همدیگر رو دیدم ببره که رد گم کنه، من راستش این فکر رو کردم اول. الان به خود تو شک دارم برای اینکه آره دارم دیگه چکار کنم، برای اینکه بردی گفتگو کردی شب چشو بستیم امیر ژوله رفته بیرون. خب در این حال هم بازم گفتم، اول از همه هم گفتم که احساس میکنم بین گروه خودمون اگر بین تو الیکا قرار باشه که یکی سفید باشه الیکاست. از اون طرف ولی بین شکیب شجره و فرزین، اگر بخوام از اون طرف حدس بزنم که کسی امیر ژوله رو شناخته باشه، فرزین بیشتر. متشکرم. بله. خب خانم دهقان، من اول یه چیزی به شما بگم، راینهارد یک نفر رو تشخیص داده، قطعا اون یه نفر گشتاپو که نمیتونسته باشه، گروه نجاته. و اما خانم قاسمی، ایشون به من تارگت میزنه و بعد منو میبره توی گفتگو، حتما خودشون هم انشالله در مورد گفتگوشون صحبت میکنه ولی من توی چالش هم صحبت میکنم. من به ایشون گفتم گروه نجاتم و هر کاری کردم ایشون به من اعتماد نکرد، یعنی هر چقدر که من گفتم گروه نجات هستم ایشون گفتش که برام ثابت نیست، یعنی باورت نمی کنم. ولی خودش هم به من گفت که من گروه نجاتم، خودش هم به من گفت گروه نجاتم ولی منو باور نکرد. من ایشون رو سفید میکنم نصد من بر اساس چیزی که گفتن بچرخه بشنوم، لایک و دیسلایک هاشون رو بعد در موردش حرف میزنم. خب این که الان آقای
امیر مهدی جوله از بازی بیرون بیری که قطعا گروه نجات هست و از همین الان شما یک زنگ خطریه، برمیگردم به صحبت امیرحسین رستمی عزیزم که خب مشخصه که گشتپوی قویه، یعنی همینقدری که خیلی سریع حدس میزنه که شما هر دو نجات هستین و اینکه کدومتون چی هستین، این خیلی مهمه. به هر حال من فقط خواستم در این مورد با خانم دهقان بگم، سر جای خودم هم مجدد صحبت. متشکرم، بفرم. یه چیزی که برای من وجود داره اینه که ترجیحم اینه که اینه اون سری که بازی کردیم که در واقع من الان فکر میکردم الان قراره همون اتفاق بیفته، ژوله باشه تو باشی بعد من تو رو ببرم تو گفتگو و تکلیف روشن بشه. خب ژوله که سفیده صد بازی بوده رفته بیرون، ایشون برای من 90% سفید میشه. آره 100% سفید نمیشه، میتونه اینو میتونه کرتیس بازی بگه که میتواند کسلری باشد که اسلحه ای را سوزنده باشد، گفته باشد مشتری است مثلا، میتونه دیگه، اینم میتونه باشه. مثال دارم میذارم که میتواند باشد، اینو کرتیس بازی میتونه که تایید یا عدم تایید بده، حالا در جای خودش الان نه. اما کماکان با آقای در واقع راستاد بذارید به حساب پیریم، آقای راستاد یک اندکی مشکوکم به این ترکیب، مشکوکم برای اینکه یکی به هر حال بین شما هست که داره دروغ میگه، در واقع یکی از شما دو نفر دروغگوی بازیه، ولی اینکه من کیو ببرم به گفتگو فکر میکنم که برای اینکه بتونیم بازی کنیم بسر هفته قبل میشه گفتگو واقعا میتونیم همون بازی هفته قبل رو پخش کنیم ببینید اسمش. بفرم خواهش میکنم، تکلیفم برگشتی به تویلی کار رو ببرم. اگر خانم قاسم کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن، همون چیزی که همیشه میگن دیگه. من استفیده بازیم. خب اما یه مسئله که برای من وجود داره قاعدتا، یعنی با توجه به تحلیل اینا رو دارم میگم که تماشاش بعدم فوشم نده، وظیفه دارم که شما چیزی که اعلام کردین رو تایید. بله هم تایید میشه، بفهم. تعجب که من که چیزی اعلام نکردم. من صرف برای اینکه فوش نخورسیدی، برای اینکه فوش نخورم به تماشاچی دارم میگم در واقع که قاعدش اینه که تو از هر دست بلند میشی و جوجوله رو برمی‌داری میبری، از نظر من نمیتونی که گشتاپو باشی. در نتیجه میدارم میگم سفیدی، حالا میگم سایده چیه که سفیده بازی. الان ماجرا اینه که من میگم تو میگی شکی به شجره آقای فلانی و آقای بهمنی، من میگم حسین قفیعی یا آقای چیز، دوتاشون توی یه سایت قرار نمیگیرن، ولی بین این ور شکی به شجره قطعی من استماتم نیست. یه درست هستم تو الان برای چی منو آوردی پس؟ برای اینکه من میخوام بازی کنم. اون اگه اونجا میتونستیم بگید حرف زن، حرف زن. نه تو دوباره منو میفروشی. نه اگه اینجا بکشه به نظرتون چی میگه؟ جنرال گلپ همسیو سی وی ویل پارله الیزی. تو ما شک داشتیم اگه. آره خب قاعدتا. چرا؟ خب برای اینکه ببین ژوله رفته بیرون، تو بلند میشی سر دست به من میگی که قاعدتا من دیگه سفیدم، از کجا من سفید؟ شب یک راین هارت تونسته تشکیز بده. خب یکی توی یک وقت باید تو همه میشه نقشه تو برم بیدیم نجاتی، یعنی اسلحه داری؟ اسلحه نمیخوای؟ یعنی اگر من نجاتی باشم ژوله مشتری باشه تو اسلحه نمیخوای داری؟ خب کرتیزن که نیستی، دکتر خانمانم که نیستی. خب پس اوکی، حالا تو هیچ اطلاعاتی نمیتونی به من بدی. خب فقط داریم اینجا به حدسای من الان حرف میزنیم. آره من که آقای تو اطلاعات ببین بین نیخواه و رفیه تو فهم کنی یه دونه گشت بوده قاعدتا هم برگه یکی یکی رو داره میگه من بهش اعلام کردم سفیدم و میگه من رفیه داره میگه اون سفیده. داره میگه سفیده، در صورتی که اون بردتش چجوری داره کسی که بردت؟ من الان نمیتونم تو رو سفید صد کنم. خب من سفید نمیتونه بکنه. الان رفی داره این کار میکنه. الان به نظر تو رفی گشتاپو یا آقای نیکا؟ رفی گشتاپو به نظر. البته که نیکا به من برگشت گفتش که تو چرا ترنه یک به من گشتاپو منو کردی، گشتاپو ترنه دو هم منو کردی گشتاپو. این شکل تو رو خیلی به تارگت داره میزنه، چرا به شکل نداریم؟ نه میگم البته که اینطوری، ولی دارم هر بزنم شاید یکیشونه. بفرمون تایش میکنم.
شما در طول این ترم در مورد همدیگه لطفاً هیچ گونه اظهار نظری نفرمایید. بفرمایید آقای راست. ممنون. از نظر من همه سفیدن الان. یه مشکلی دارم با آقای رفیعی. آقای رفیعی شما رفتین تو اتاق. شما باید راست میگفتین. ایشون شما رو برده تو اتاق. شما باید راست میگفتین. میگیم من راستشو گفتم. اون گفته باورت نمیکنم. بعد اون به شما هیچی نگفته. شما ولی ایشونو سفید میکنی. چجوری ممکنه همچین چیزی؟ الان گفتین آقا، گفتین منو باور نکرد، گفت باورت نمیکنم، ولی ایشون هم به من نگفت که چی، ولی من ایشونو سفید میکنم. به نظر من دوستان یه صحبت بین کسلر و رفیقش بود. خیلی تابلو بود. خب گفتگوی آقای رفیعی و آقای نیکخا یه کمی طولانی شد. خب من داشتم فکر میکردم که اگه مثلا گشتاپو و کسلر باشن چی دارن به هم میگن. بعد یادم افتاد که آها، مثلا میگیم که خب حالا رفتیم یارات اینان حالا رفتیم بیرون چی بگیم به بقیه. و خیلی مشتاق بودم که بشنوم چی بگن. حالا آقای رفیعی عجله نکنید. شاهنامه آخرش خوشه. آقا نیکا لطف میکنیم فقط با لایک، چون من میخوام قبل صحبت شما بدونم، با لایک من بگین آقای رفیعی برای شما گروه نجات هستن؟ سیاه قطعی؟ 50-50؟ من یه رگی دارم که الان احساس میکنم باید ازش استفاده کنم. میدونم براتون عجیبه. خواهش میکنم یک بار به من اعتماد کنید و سیف ندهید. بذارید من بازی رو کامل براتون دارم. تایید میشه شلی که خانم بهار قاسمی به ارادت قلبی بسیار زیاد به آقای نیکاشه. شلیک به آقای رضا نیکا عزیز تایید میشه وضعیت اضطراری. لطفاً ماسک روی صورت آقای نیکا. برای دکتر پاسکال وصیت بفرمایید. خب من از دکتر خواهش میکنم که یه خورده فقط دقت کنن. ببینید راینهارد احتمالی که آقای جوله رو تشخیص بده 1/10، یعنی 10 بار باید دونه دونه بشماره تا یه بارش درست. اینه که احتمالات واردن میدونم. تنها کسی که تو این جمع با آقای جوله رفته بود خانم قاسمی بود و اتفاقا اگر قرار باشه کسی آقای جوله رو بشناسه و نقشش رو تشخیص بده خانم قاسمیه. من از دکتر بازی خواهش میکنم صدا میکنم توجه کنه به این مسئله. آخه اگه آخر بازی بود میگفتیم خب 2-3 نفر مونده ایشون درست تشخیص داده. شانسی حالا تو 3 نفر گفته این درست درمونده، ولی تو 10 نفر آدم، 10 نفری که اینجا هستن تشخیص بدی که نقش آقای جولی چیه، این باید یه ارتباطی باش داشته باشی. و تنها کسی که با آقای جوله رفتن ایشون هم آقای جوله رو بردن و ایشون میتونستن دروغ بگن و آقای جوله بایستی راست میگفتن به ایشون. این نقش رو تشخیص دادن و بر اساس اون این کار انجام دادن. الان هم شلیک کردم به من این توضیحاتی که دادم خدمت تو، امیدارم که دکتر قانع شده باشه. متشکرم. پزشک ذهنیتون کدوم یکی از این 8 نفری هستن که جلوتون نشستم؟ ایشکی پاسی الان به خود تو شک دارم. بردی گفتگو کردی شب چشو بستی امیر جوله رفته بیرون. متشکرم. دکتر پاسکال بیا بالا.
دکتر پاسکال تصمیم میگیرد که آقای نیکخواه در بازی بماند یا برود. تنها کسی که تو این جمع با آقای ژوله رفته بود خانم قاسمی بود و اتفاقا اگر قرار باشه کسی آقای ژوله رو بشناسه و نقشش رو تشخیص بده خانم قاسمیه. متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. شلیک خانم قاسمی به آقای نیکخواه به هدف نشست، اما تلاش بیوقفه کادر درمان آقای نیکخواه را در بازی نگه داشت. نوبت صحبت. بله خانم قاسم، یکم میشه وایسین ببین اصلا چه خبر؟ کی گفته شما میتوانید که ما رو نجات بدهید؟ یک دلیل دارم برای این اتفاق. من به نظر چالش رو گرفتم بگم چون نفر آخرم، چون نفر آخر میخوام قشنگ تا اونجایی که خودم میدونم جمع کنم. ببین من چیزی که متوجه شدم در حال حاضر، آقا نگیم الکی گشت و پا خیلی قویان، چرا داریم بادشون میکنیم؟ الان شما نابغه فیزیک رو که انیشتینه، نابغه نقاشی رو که داوینچیه، نابغه موسیقی رو که بتوونه، باخه هر کیو بیاری بذاری اینجا در یک ترم صحبت کنه نمیتونه نقشه کسی رو تشخیص بده دیگه. آقا به غیر از این کسا نداریم، یعنی ابرهوش هم نمیتواند این کارو بکند. دو مورد وجود دارد، یک نفر آدمی که با ایشون میره توی اتاق و صحبت میکنه، یک و دوم کسی که بغل دستش نشسته، یعنی از روی حرکت پارچه اینا نمیخوام تهمت بزنم، من از روی حرکت پارچه چیزی متوجه شده باشه که مثلا طرف نقشش چیه. اصلا به غیر از این دیگه نداریم. چه اتفاقی افتاده سر همین اتفاق؟ من چیزی که میخوام بگم خانم قاسمی عزیز، صحبت شما با خانم الیکا عبدالرزاقی عزیز که خیلی طولانی تر از صحبت این دوتا دوست عزیز بود، نمیخوام بگم شما و آقای نیکخواه رو سفید کنم، نه، من همینجا نوشتم میتونید شما بیاید ببینید. توی قسمت خانوما روی اول خانم دهقان بودم، ولی با حرکتی که شما کردید هم در مورد آقای الان تمام، هم در مورد آقای ژوله از نظر من و همین حرکتی که انجام دادید اومدم روی شما، یعنی در واقع تارگت اومد سمت شما و آقای نیکخواه و آقای رفیع. و در مورد آقای رفیع نوشته بودم دقیقاً صحبتی که آقای راست دادم که از کجا منم گشتاپو مثلا کسلر رو نبرده باشه، اصلا شاید ایشون هم کسلر باشه، اینو قبول دارم، ولی این اتفاق من رو اینجوری که الان روی شما صدا هستم و میجنگم سرش. با سپاس بسیار. عرض کنم که ایشون خب سیاه من هستن و اگر دوستان میتونن شلیک کنن بهش. من آقای رفیعی رو خب ایشون چالش گرفت، بلند شد عذر میخوام، ولی خب یه سری چیزای بی ربطی گفت، من مشکوک شدم بهشون به خاطر همین. اگه قرار باشه نفر اول کسی که برمیداره میبره، نمیدونم گشتاپو باشه که داره میره معرفی بکنه، خب شما نفر اول رو بردین که شما باید مشمول حال شما میشد، چرا مشمول حال ما؟ من آقای رفیعی رو بردم، ایشون گفتن سفیدم. من البته مطمئن نیستم 100%، ممکنه ایشون کسلر باشن، دروغ گفته باشن. الانم 100% سفیدشون نمی کنم، مشکوکم بهشون. حالا بنا رو ما بر براعت ایشون میذاریم تا شاید خلافش ثابت، اگه خلافش ثابت شد که باید یه بله سرش بده. متشکرم. ممنون. چالش دوستان؟ من چالش. بله خواهش میکنم. به نظرم خانم قاسمی سفیده به یک دلیل، برای اینکه اگر اون اتفاقی که افتاده نمیتونه طبق قوانین بازی شب شروع کنش، آقای شجره که یومیای میگه این رفته، تو داری کرهگیری میکنی. وقتی که تو اون گفتگو رفته تا یه ترم بگذره نمیتونه هیچ عملی انجام بده، نمیتونه لایک کنه، نمیتونه تیر بزنه، هیچ چیز. پس ایشون سفیده. به نظرم در مورد آقای نیکخواه شاید یک حدسی زدی که شلیک کردی، شاید آقای نیکخواه واقعا سفید باشه. من سیاهام دوست گرامیمه، یعنی گشتاپم و آقای شکیب شجره، خانم دهقانی کورتیس بازی میدونه که من دستم بالا نیست، پس کسی که منو تو گفتگو ببره مجبورم راست بگم، مثل کاری که تو بازی قبلی من آقای شجره رو بردم و من گفتش که آقا من سیاهم، شک داری منو تو بازی ببرین، سایدم مشخص میشه. متشکرم. خب دوستان عزیز، من یه چیزی رو بگم.
به عقیده من خانوم قاسمی به دلیل اینکه استنباطشون این بوده که کسی که با یک نفر توی گفتگو میره و تا آخر بازی نمیتونه نقش اونو اگر راینهارد هم باشه حدس بزنه، قطعا با آقای جوله در گفتگو بودن، هر دو سایتشون سفیده. شما از دید من سفیدی، من پشت از شما بازی میکنم ولو اینکه شما من گشتاپای صدت باشم. جناب آقای نیکا رو من باشون رفتم توی گفتگو. آقای نیکا عموماً وقتی یک نفری رو به گفتگو میبرن به هیچ عنوان اعتماد و فدای شما بشم. آقای نیکا من بارها به ایشون گفتم من گروه نجاتم، به شما میخوام کمک کنم. ایشون گفت به من فکتی بده که من باورم شد. در نهایت نگاه اینجوری کرد و حالا یعنی این که خودش رو برای من گروه نجات معرفی کرد و نگفت. آقا گفتم خب نقشت چیه؟ چی هستی؟ هیچ چیزی نگفت و گفت حالا. من دارم به این اشاره میکنم که یه مقداری با یه بخش صحبت شما آقای شکیب خیلی موافقم. خانم قاسمی تعجیل در تیراندازی و شلیک. آقای نیکا میتوانست است دکتر باشد که خودش رو سیف کرده، میتوانست است دکتر رو حد زده باشه، من میتونست یکی از اون نقشایی داشته باشه که سپر داشته باشه. و اینکه من با آقای رامین راستاد عزیز میرم به گفتگو برای اینکه ایشون هم مطلع بشه با چه کسی و چه کار. اتاق 0900 آقای حسین رفیع و آقای راستاد. تاکید میکنم آقای راستاد اگر خلبان یا کسلر بازی باشن حق دارن دروغ بگوین. رامین صادقانه ساینده چی؟ که دوامون کنه خیلی قشنگ صحبت میکنه میشه مال رب نفق لفه میدم شما چی؟ من نجات هستم، اینو بهت میگم نجات هستم. چی تو نجات؟ ببینه دیگه چیه نجات رو به سمت چسته بدن نه تا باده اونجا. آخه من شما رو میتونم میتونم شما رو سایت خودت من به شما اعتماد ندارم. من از اول گرفتم رو شما رو اینجا اصلا از قبل از اینکه نقشه تو معارفه گفتم به نظر نگه بس اگه اگه بخوای گیر بده اشکالی نداره ولی یه چیز بگم بگم من نجات هستم دلیل به دوم نقشه تو بگو بگم بگم تو من رو بیان گفته با من نقشه بگم بگم ببین اشکال همینه داستان همینه ببین من شاید نجاتی هستم که ترجیح همه چیزی بگم من افهم از این به درد به نفت خاطیه از خیلی اون که دو جو که از دیگه به نفت یه بخارم روشون به نفت نجاتیه که ندیم تو چی مگه میشه و سه نفهم هر کسی نفهم خلبان رو ندونیم. من انقدر باز به تو اعتماد کردم که نمید میگم ولی به گفتم من یه گفته بکنم بعد از اون گفتگو به نتیجه میرسم خود تو بازی شد. متشکرم. بفرمایید. هر دو گفتگوی این دور به پایان رسید. یک شلیک هم در این دور زده شده و تا پایان گفتگویی نداریم اما یه شلیک داریم. لطفاً آقای راستاد، آقای رفیعی در مورد اتفاقات اتاق گفتگو تا پایان ترم با هم صحبت نکنید. به نظرم خانم قاسمی نجات، آقای نیکخواه نجات، شکیب جان گیر نده، میتونی ممکن گشتاپو بشی و امیدوارم شما هم نجات باشین. همین تمام شد. خب طبیعیه که راجع به گفتگوم نباید حرفی بزنم. من پشت شست خانم قاسمی بازی میکنم، پشت شست شما دو نفر هم فعلا بازی میکنم. سفیدای من تا الان خانم قاسمی 100 سفید، آقایون بالای 80 سفید. به یکی از اون دو تا خانم متاسفانه شک دارم. متشکرم. مرسی. آقای شجره، انتهای صحبت. خب ما که الان این دست رأی گیری نداریم در حال حاضر. و فرزین جان تا ثابت نشه تو اصلا به من سیاه شو، اصلا یعنی روی یعنی در نسبت به من سیاه باش، من تارگت تحصیل بشم اصلا من مهم نیست. مهم صحبتیه که بکنم و چیزی که خودم هم قانعشم دیگه، دارم گروهی بازی میکنم. و آی راستاد نفهمیدم چه جوری بلند شدید خانم قاسمی کلا سفید کردید. من از شما نمیگم دندقه میگم، نه 55 هم نسبت بهتون هنوز خوب قانع نشدم مجدد. یعنی اون دلایلم هم آوردم، گفتم شاید کسی بغل دستش نشسته که شنیده و یه چیزی فهمیده و حالا حد زده و اون اتفاق در مابقی افتاده. نمیدونم این ترن جدیدی که داره شروع میشه
یا از تفنگ استفاده بکنیم، چون این دست که داره تمام میشه باید میره تو گفتگو جدید. اون کسی که در واقع رفته و گفتگو کرده اگه میشه چالش بگه و دقیق بگه که چه اتفاقی افتاده. مثلا در مورد اینکه به جوله چی گفتید و جوله به شما چی گفت تقریبا چیزی نگفتید، فقط گفتید گفتش که سفیده و تموم شد. نمیگم الان شما اون متشخص دادید. تارگت ها هم هست هنوز آقای نیکخواه و آقای رفیع. الان هم چیز گفتگو ندارم، ولی حتما یکی رو میبردم، خواستم خانم عبدالرزاقی رو حتما ببرم که تو ترن جدید حتما میخوام ایشونو ببرم. متشکرم. ولی اگه میشه تو رو خدا در مورد این صحبت های گفتگوهایی که دارید میکنید تو رو خدا رو حسن. این تا صحبت در واقع آقای شجره بودن. به دور سوم بازی میریم و یک و دو و سه خانم قاسمی سر صحبت. انتهای صحبت خانم عبدالرزاقی بفرم. خب من الان خیلی صحبت ها میتونم بکنم چون که ترن جدید بازیه. حالا بیننده ها میبینن که توی گفتگوی ما چه اتفاقی افتاد با خانم عبدالرزاقی و من چرا این تصمیم رو گرفتم. من اومدم یه سناریو گفتم که ایشون گشتاپا بوده، کسلرش رو برده و مثلا یار سومش هم شما رو اعلام کردن، درسته؟ خانم الیکا برای من سوال شد که چرا من، ببینید من با یک فردی که راینهارتی شده رفتم بیرون، یعنی رفتم گفتگو، ایشون الان از بازی رفته بیرون، صد سفیده. خب نمیدونم اگه یکم فکر کنید یک گشتاپو دلیلی نداره که الان مثلا بلند شد، نه تارگتی مثلا من زدم بهش که بگم میخواستم سایدشو بفهمم، دلایل دیگری میتواند باشد که یکی از ما مشتری بوده، دوست داشته مثلا بازی کنه یا دوست داشته اون، من دوست داشتم ایشون بیاد تو تیم من یا برعکسش. خب وقتی من میگم ساید بین ما رد و بدل شده، کسایی که بازی منو میشناسن متوجه میشن چه اتفاقی افتاده. بعد شما چطور آقای شجره شما اینو میذاری که من اصلا برا من زشته که شما میگی اکت شب گرفته باشم، شما این آدزو نمیذاری که آقای نیکخواه مثلا اکت شب اوکی باشه از آقای جوله گرفته باشه، راینهارتش کرده باشه، که اینم اصلا تو اینا میذاری دارین بازی میکنین، من اصلا بشنوم امکان نداره حتی صدای گشتاپو رو بشنوم تو بازی بلنشم به شلیک کنم. خانم الیکا عبدالرزاقی بهش میگن که چرا منو دعوت کردی، میگه که خب، میگم به من شک داشتیم، میگه نه، میگم که الان بین اینایی که من گفتم کی گشتاپوه، میگه بین این دوتا که شما گفتی کسلر و حالا گشتاپو به نظرم یکیشون گشتاپوه، میگم کی، میگه آقای رفی. من هر کسی یه فکری داره، یک هوشی داره، یک ببین به من میاد میگه که چرا آروم بازی میکنی، بعد وقتی من یه خورده تهاجمی بازی میکنم هیچ کدومتون پشت هست، اصلا دکتر به چه حقی اینجای بازی نجات میده، یه نفر بره بینون ساید من معلوم میشه دیگه، کدوم که گشتاپای انقدر جسوره بلنشه بزنه. خانم عبدالرزاقی گشتاپای صده که رأی من از رویشون برمیداره و رو آقای رفی، آقای رفی برای من نجات بازیه، آقای محدث هم همینطور، احتمالا شما هم همینطور. دیدم سر صحبتی چالش نگرفتم چون فکر کردم گفتگوی خیلی سالمی داشتیم. اتفاقی که توی گفتگوی خصوصی ما افتاده دارم به پارتیزانا میگم. اتفاق این بود، من حتی با اینکه من ایشونو بردم و فکر کردم 90% سفیده، نه 100%، به چه دلیل؟ به این دلیل که موقعی که ژوله از بازی رفت بیرون ایشون بلند شد سری چالش گرفت که گفت پس این میشه سفید بودن من که ژوله سفید بوده راینهارتی شده اینا. من یه احساس کردم خب یه بازیکن باهوشی مثل تو میتونه یه همچین حرکتی زده باشه و گفتم بذار سایدم مشخص باشه، مثل سری پیش که با هم بازی کردیم گفتم بهار رو دعوت میکنم ببینم تکلیف چیه، بهار کیه بازیه. در واقع با تو اومدم حتی پیش از اینکه تو حرف بزنی گفتم من سفید بازیم، حتی نقشم هم بهت گفتم، گفتی چرا داری این کار میکنی، گفتم که اعتمادتو جلب کنم. کرتیس بازی شست منو که بالا ندیدی، من دروغ نمیتونم بگم، دروغ هم نگفتم، تو خودتو برای من سفید کردی و این الان اینجای بازی که داری میگه الیکا گشتاپوی صده برای من میشی سیاه صده بازی و من به تو شلیک میکنم اینجا. خانم عبدالرزاقی تایید نمیشه. چرا؟ شما در چالش حق شلیک ندارید. و من اسلحه رو از شما میگیرم. بله خوش. ببخش. مرسی. بازی کرتیس داره. خب میدونه که من لایکم بالا نبوده و میدونه که خانم عبدالرزاقی اینجای بازی، حداقل اون یه نفر میدونه که من نمیتونم جز دروغگوهای بازی باشم چون نه دکترم نه خلبانم نه کسلرم.
خب شما بلند میشی تو چالش من شلیک میکنی و شما آقای نیکا رو یک کس دیگه ای ترای کنین. الان اینجای بازی دارن 3-4 نفر با من بازی میکنن. خواهش میکنم دکتر با من بازی کنه. من الان با این رفتارها دیگه قطعی شدم رو شما دو نفر. و کرتیس تایید میکنه که من کسلر بازی نیستم قطعا. نمیخوام لایک بده الان، ولی خودش میدونه و بازی رو پیش ببره. لطفاً با دکتر. خب دوستان یک کمی برگردیم به عقب، یه مرور ریز بکنیم. با همه احترامی که برای شما خانم عبدالرزاقی داشتم، شما بسیار بازیگر خوبیه، ولی خب گاف دادین، گاف بدی هم دادین. ببینید اینکه شما میبرید کسی را در گفتگو و اون آدمه با یک زیرکی از شما درباره گفتگویی میپرسه که همه رو این گفتگو نظر دارن، مسئله دارن، و شما شخصی و سیاه میکنی، مگه اشتباه میکنی که اصلا هیچ تارگتی بهش نداشتی، رو چه حسابی، رو چه آگاهی، حالا ایناش بماند. و بعد خیلی عجولانه و از روی هیجان شلیک میکنی. الان شما به عقیده من یک گشتاپوی بدون اسلحه گوگلی هستید که اصلا به هیچ کسی آسیبی نمیزنه. دوستان نجات من، عزیزان من، دوستان من، من پشت دست خانوم قاسمی بازی میکنم. من میگم اب نداره، در یک جایی هم به نتیجه برسید، من حسین رفیع رو از بازی بدید بیرون، ولی پشت دست خانم قاسمی بازی کنید و مطمئن باشید ما یعنی گروه نجات پیروز بازی. متشکرم. چالش کسی میخواد؟ من یه لحظه. آره. آقا در مورد گفتگو با آقای راستانی که چی نگفتی؟ میشه لطفاً بیستی آقای شجر؟ در مورد گفتگو با آقای راستانی که چی نگفتی؟ ممنونم ازت. اگه این بود اینقدر به زحمت نمیدیدم تو قربان. یا اگه همین بود اینقدر به زحمت نمیدیدم تو قربان. همون با لحنای من. من تقاضای 0900 دارم. بله. با آقای شجره گفتگوی واقعا هیجان زده شدم به گفتگوسی گفتم. اگر آقای شکیب شجره در این گفتگو کسلر یا خلبان باشن، حق دارن دروغ بگویند. من در خدمتتونم، بفرمایید. تو من بگو چی؟ من تو بگو من بگو من بگو تو بگو من بگو چی؟ من دو بگو اعتماد کنم یا نه؟ من هیچ سایدی ندارم. این مشتری به تو فهمیدن تو با هم بازی تو چی باید بدون؟ من سفیدم، به تو فهمیدن با هم بازی میکنی. اگه تو اگه سفید آره سفید باشه بازی میکنی. آره شما تایید میکنم باشه تو فهمیدن. نه شما تفنگ داری؟ بله بنده تفنگ دارم. من بهشون تفنگ بدون؟ من این سایدی نه. انتقال اصلاحی بین شما اتفاق نخواهد افتاد. Je comprends pas cette langue. C'est quoi ça? فقط برو cake or some chocolate. The pâtisserie. فقط برو. اسمش میگه فقط برو. Pâtisserie. Pâtisserie. مدام نه پرده پا. چقدر تو باهوشی. تو زبان واقعا باهوشی. اگه وسط چاله شلیک نمی کرده باشی. مدام. بابا. آفزش. سرایه سیلانسیو سی بپلی. زبانی بودن. خب اگه خلبانی خیلی خوب. بی یک کار بکن. بذار من خیلی خلبان بدم خب که تو رو محفوظ نگه داری. بعد من نقش تو رو میگیرم. خب بهار مطمئن ببین بهار مطمئن به نظرم نمیاد یه اشتباه بکن. خب بلی کار من نمیستم بلی کار چیز میخوایی بلی کار بیارم برای گفته مشخص میشه بین این دو نفر که برو دوست میگیرم. تو اگه گوبه این تو اگه بلی کار بیاری برای گفته کن تو میتونی بشه بلی کار بیاری. من اگه اومدم بیرون یعنی هلیکار رو آوردم برای گفته بود بعد که سایلش مشخص شد توی درن خودتی حالا هر جایی که چالش گرفتیم بالای کنیس لکیت مفهمونم که این متشکرم. بفرمایید. خانم قاسمی دعوت میکنم که با من به اتاق بیاید. دومین گفتگوی این دوره، خواهش میکنم. لطفاً صبر کنید. لطفاً صبر کنید. لطفاً صبر کنید. لطفاً صبر کنید. بله. اگر خانم قاسمی خلبان
یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. بله. نجات عباسی هستم. در واقع مشتری هستم که سال به سفید بازی میکنم. با چیز دیگه باید تایید میشه. کرتیز عباسی هم. بله. آرزو داشته با کرتیز هم. بگذاریم. حسین دستش بالا بود. حسین مستدی دستش بالا بود و شکید. تا بقید نظر شما به علاوه حسین. بعد حسین رو بودم اینجا حسین من بوده اینجا بهش میگم چی؟ گفته چی؟ گفتم من سفید بازی هم تو چی بود من سفید بازی هم گفتم خب چی؟ بگو من بگید من که میگم چی میگه میزنه زیرش گفت علمانم بله بهتر کسی ندونه. آها دو تا شغل داره دو تا این آورده اینجا که به اون یکی کارش هم برسه مردمو میکشه بعد ببین آقای این کارو انداختی بیرون چه حسی داشت میرم زن مسیو شوی سریو سی وله رست ایسی و دو و رسپکت لری دو لا جو بو کومپرنه او نو سی وله پارله دور ببین الان چیست میخوام درسته تمام کسلر بودن حسین هست داره چون میدونه من دیارش از زنم ما گوشه زلمانیم فعلا حسین رفیقه داشته باشید اما تو فکر میکنی دکتر چی بوده که نیکی حسین کرده یعنی این حسین بوده همه دکتر پزی همین کوبه هم بوده این دفعه زیاده شکی میشه خبه ما هم بچه رو تمنه شکی با کی رفت گفته یعنی از توی شده یعنی از توی شده کلام آخر باید هم یه نفر رو بررسی کنیم تو بازی با هم به درستو میشه شکرم. دومی گفتگوی این دور بود. آقای راستاد، خانم قاسمی، شما در مورد هم هیچ گونه اکتی لطفاً نداشته باشید. ادامه نوبت صحبت. خیلی دوست داشتم که واقعا یعنی صحبت رو تکرار چون هیچ اطلاعات جدیدی نمیاد خیلی دوست داشتم یک نفر ببرم که از بین دعوای بین شما دو نفر اگر که رامین جان راستاد اجازه میداد یک نفر که الان خود بردید دیگه الان تکلیف تقریبا مشخص دوست داشتم یک نفر ببینم دعوا کدوم یک یعنی سایت مشخص شود برای خودم که حداقل بتونم استنباط کنم که چی به چیه که این اتفاق برام نیفته یعنی من هنوز ذهنم درگیره تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته روی آقای نیکخوا و آقای رفیع هستم همچنان و بین شما دو نفر چون از اینجا دیگه مشخص میشه چه اتفاقی کلا میفته و اصلا امیرحسین حرف نمیزنه من نمیدونم چرا و هیچ کسی هم امروز کار نداره یه کوچولو من به نظرم امیرحسین یه حرکتی هم نسبت به امیرحسین یه چیزی حرفی نامردقه یه چیزی یکم ذهنمو داره درگیر میکنه امیرحسین اینم خواستم در مورد امیرحسین بگم همین متشکرم. من تا تکلیفم با خانم قاسمی و خانم عبدالرزاق مشخص نشه نمیتونم گره بازی رو باز کنم. یعنی الان برای من مهم اینه که گروه های نجات دقت کنن. ما الان باید فعلا فوکوسمون رو بذاریم روی خانم عبدالرزاق و خانم قاسمی. از بین این دوتا سایت در میاد که تکلیف بازی مشخص میشه. اگر سایدی که خانم قاسمی نجات باشه اون موقع پس دکتر سیو اشتباهی کرده یا ایشون دکتر رو نجات داده اگر خانم عبدالرزاق عجله کرده باشه در لیکش و نجات بوده باشه اون یه قضیه دیگه است دوباره تا اینجا الان من برای من الیکای عبدالرزاق جمله پایانی گشتاپوه برای من رضا نیکخواه گشتاپوه برای من حتی شکیب شجرم گشتاپوه متشکرم بفرمایید خانم دهقان نوبت شماست همینجوری ها ببین این که راینهارت موفق شده که نقشی رو حدس بزنه آره یکیش هم میتونه این باشه که از رو دلش حدس زده باشه اون نوابقی که گفتی هم قرار نیستش که همشون بیان به هر حال یکی از ده هم خودش یک احتمال محسوب میشه من میخوام با الیکا عبدالرزاقی برم خانم گفتگو نداریش دو تا گفتگو این دور انجام شد کلن بس مقاطع کردم بیچین متشکرم بفرمایید انتهای صحبت خانم عبدالرزاقی این همه آدم خواستم برم قبلش با این دوتا بچه ها میگید ساید مشخص بشه بین من و ایشون
ما دوتا نشستیم دارم براتون تصویر سازی میکنم، اومدیم از اونجا، اومدیم اینجا نشستیم. میگه چالش سر صحبته، منم نگاش میکنم میگم نه پاشو دیگه، برای اینکه اصلا فکر نمیکنم قراره همچین کاری بام بکنه، باورم نمیشه قراره همچین کاری بام بکنه. برای اینکه ما رفتیم اونجا صحبت کردیم، من گفتم سفیدم تو سفیدی، من گفتم من چیم، بعد تو تا میای اینجا میگی صد گشتاپو معرفی میکنم، معلومه که من عصبانی میشم یا احساس میکنم که بعد یه حرکتی بکنم میگم من به چلیک میکنم. حواسم هم نبوده که تو چالشم، یعنی دیگه یعنی بچه دیگه چقدر میشه یکی عجیب و غریب بازی کنه که حالا بخواین شما احتمالات خاص و عجیب و در نظر بگیرید. خب یک همیشه این احتمال رو میدیم که احتمال دارد که برویم یه گفتگوی در نیاد، بگیم 50% شک دارم، شاید درست نگفته باشه، شاید فلان، اومده نشسته میگه 100 گشتاپو بدینش بیرون. این اینقدر قطعیت از کجا میاد؟ مگر اینکه تو آگاه بازی میدونی دیگه کیو باید بدی بیرون. الان دقیقاً همین چیزی که هست. آره من پشت دستش داشتم بازی میکردم تا کی؟ تا وقتی که بردمش گفتگو. آقا من ببینین، من گشتاپو برای چی باید یه کسی که با یه کسی دیگه رفته توی گفتگو و احساس میکنم که یه اتفاقی بینشون افتاده، یه گروه تشکیل شده، برم بگم بیا با هم دیگه بریم گفتگو؟ دیوونه ام مگه؟ من نشستم دونو ماستم میخورم، چیکار دارم؟ اینشونو بردم که بتونم توی یک سایدی بازی کنیم با هم دیگه. اتفاقی که میفته اینه که من میشم سیاه بازی. میتونی تصمیم بگیرین الان. سپاسگزارم. به انتهای صحبت رسیدیم. وضعیت اضطراری قرارش توضیح بدم، به خاطر اینکه اتفاق نادری در این بازی افتاد. اسلحه خانم عبدالرزاقی که ازشون گرفته شد جز اسلحه دست گرداننده نیست برای مبادله. این اسلحه اصلا سوخته، از بازی از کافه رفته بیرون. روشنه؟ متشکرم. آماده برای وضعیت اضطراری، چون شلیکی نشد در دوره گذشته و در این حال میدونید که راینهارت هم ابیلیتیشو استفاده کرده، مستقیم میریم به رای گیری. رای ها رو میشمارم با توجه به که 9 نفر در بازی هستید، با 5 رای بازیکن از بازی خارج میشه. رای گیری برای خانم بهار قاسمی میشمارم. برای آقای رضا نیکخواه میشمارم. برای حسین جان رفیعی عزیزم رأی ها رو میشمارم. برای فرزین محدث میشمارم. برای رامین راستاد میشمارم. برای شکیب شجره میشمارم. برای امیرحسین رستمی، برای شقایق دهقان رای ها، برای خانم عبدالرزاقی میشمارم. اعلام وضعیت عادی و عرض میکنم که در رای گیری وضعیت اضطراری اعضای کافه تصمیم گرفتن که یک نفر هم از کافه خارج نشود، همه بمانند. سر صحبت خانم قاسمی بودن، 1 و 2 و 3 سر صحبت مجددن جناب فرزین محدث، انتهای صحبت کسی چالش میخواد؟ آقای رفیع عزیزم میخوام در مورد شکیب شجره حرف بزن. 1000، 10000، 100000 سفیده نیست؟ سفیده، پارتیزانه، یعنی کسانی که اونو تارگت میکنن گشتاپون. من الان سفیدام، یعنی من خیالم در مورد 2 نفر راحته که یه کار عجیب غریب نمی کنن. یکی خانم قاسمیه، یکی خانم عبدالرزاق. چون یه نگرانی دارم که حداقل این دوتا آدم ها کاری ندارن، چون بقیه که اسلحه دارن زیاد دست به کار نمیبرن. از این از خیالم راحت. تو این ور آقای نیکخوابتون یه ذره شک دارم. رامین راستاد، منتظر گفتگویم که کردی حرف بزنی و امیدوارم تو جزء گروه نجات بشی. خانم عبدالرزاق هم سفید سیاه میمشکیم، ولی خدا رو شکر اصلا هم نداریم. همین فعلا. متشکرم. بفرمایید. خب دوستان عزیزم، خط بیفته رو بهار قاسمی، خط بیفته زدمتون. آقا 100 گشتاپو این داشتی میریختی رو این، چه جوری میشه یک نفر از 10 نفر 100 گشتاپو این؟ 100 سفید
سفید، بهار قاسمی سفید، خانم دهخان هم بالای 90 سفید. به ما تارگت بزنه، شلیک کنه، کسی گشتاپوه. ببین رو من، فرزین، خانم قاسمی و شکیب، هر کی اسلحه بکشه گشتاپوه، هر کی پدرم باشه گشتاپوه. رو ما چه اصلا سمت ما چهارتا نیاین بچرخه. متشکرم. من میخوام شما با. بله من خواستم که قبل از آقای راستاد صحبت کنم، گفتم صحبتهای آقای راستاد بشنم. چرا درباره گفتگوم صحبت نکنی آقای راستاد؟ خب نه شما میگفتین، من با ایشون رفتم تو گفتگو، ایشون بنده رو بردن، از من سوال کردن، گفتم گروه نجات هستم، ولی به من گفتن گروه نجاتم، گفتم خب، گفت من گروه نجاتم، بعد در نهایت خیلی خب به من گفت من تو رو باور نمی کنم. گفتم خب این که تو منو باور نمی کنی دقیقا همون بازی آقای نیکا رو داری انجام میدی، و اینکه چرا منو باور نمی کنی، و بعد باز از من یک نقشی خواست. حالا من بنا به هر دلیلی گفتم آقا من نجات هستم، بعد گفت من یه گفتگویی بکنم و بعد تکلیفم با شما معلوم میشه. دقیقاً همین جمله بود دیگه، دقیقاً همین جمله بود. اصلا برام جالبه که چرا درباره گفتگو صحبت نکردی. بعدم بچه‌ها، دوستان عزیزم، عذر میخوام میگم بچه‌ها، هم کافه‌ای عزیز، خانم قاسمی که اصلا معلومه که سفیده، صد سفیده بازیه، خانم عبدالرزاقی هم که صد گشتاپوی بازیه. جمله آخرتون آخه دیگه ساده تر از این نیست. و بعد شما بذار اینم بگم تمومه، شما دارید پشت دست گشتاپوها بازی میکنید. آقای امیرحسین رستمی عزیز، من دست اول به شما گفتم. آقا یه جمله دیگه قرار شد، با سپاس بسیار عذر میخوام ازتون، بفرمایید. خب آقا من یه اصلاح بکنم از نظر خودم، چون اینجا نوشتم آقای رفیعی آقای راستاد را بردن در اتاق گفتگو، شما داری عکسش میکنی آقا، و بعد داری میگی که مجبورم که من بگم که آقا نه، من با فرزین مهندس عزیز 100%، با خانم قاسمی 100%، با شما هم گفتم این اتفاقی که الان در حال حاضر افتاده نباختن که من گفتید 100% بازی میکنم. میخواستم خانم عبدالرزاقی رو ببرم چون تفنگشو گرفته شده، خب اصلا دیگه لزومی نداره. کیا تا حالا شلیک نکردن؟ یکی آقای نیکخواهی که شلیک نکرده، درسته، یکی آقای رفیع، امیرحسین رستمی و خانم دهخان و شما که شلیک کرد. اگه کسی الان در حال حاضر بخوام برام گفتگو، بخاطر اینکه ذهن خودم آرامش بگیره، چون این بلکه مشخص شد دیگه اونجوری هم که شما گفتید خانم عبدالرزاقی که برای ما سیاه سفیده، من بین آقای نیکخواه و بین امیرحسین رستمی رو میخوام ببرم که این کاملا مشخص شد برام که به چه ترتیب تایید میشه. اولین گفتگوی این دور آقای شکیب شجره، آقای امیرحسین رستمی. اگر آقای رستمی کسلر یا خلبان باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. لطفاً بفرمایید بنشین. خیلی متشکرم. قواعد گفتگو رو لطفا رعایت کنید. بفرمایید. چه خبر؟ سیاهی؟ سیاهی؟ من که باید حقیقتش رو بگم. سیاهی این دو فنگ رو با هم بزن. سیاهی؟ جواب بده. بیت تو فنگ بده با هم بازی کنیم. وقتی گفت سیاهی تو سیاه با هم بازی کنی؟ چی؟ سیاهی تو با هم نهیم مطمئن بسنم؟ آقا رستم شما موظفی جواب این سوال بدید. من نم از سفیدم. سفیدم؟ تایید میشه؟ بفهم. تایید میشه؟ تایید کرده شما؟ تایید کردم. سفیدی؟ نره مطمئن باشم؟ آقا بایتا مطمئن. با تو فهم میتونم بگیرم ازش؟ تو فهم داری بایم بگیر؟ شما سوالی که از من میتونه بپرسیم که من اصلاحی دارم یا نه، آیا وقتی به توافق رسیدیم نمیدیم بشن؟ دوست دارم بابا بلی بازی کنیم. به نتیجه رسیدیم؟ یعنی اصلاحی میخوایم به هم بدیم؟ امکان مومن اصلاحی بین شما وجود نداره. بدیم؟ نداره. مرسی دو رسپکت لی رگ دو لا جو. خودش عجب کرده. چه یادمون میندازی؟ ساکتیم یادمون میندازی شروع کنی. تو چه چیز رفتی تو گفتگو؟ با رامین؟ نه. فرزین چیه؟ مشتری. یعنی تو مشتری با قبل از اینجا گفتگو؟ ببین من اینجوری دارم بازی میکنم. خب حتی الان میره.
اولشون خیلی طول دادی. آره حتی اگه بعدش هم بد بشه خب نمیخوام که چند نظر تو بخواهی خیلی چی این رو بگم اونجا رو باید تمام خب بگم تو خلن برزه این نقشه که من میگیرم تو مشته ایشون که اگه خواستم ایشون بزنم چیز بچ یا تو کسلری داری بگم کلام بخرتو یا هم که نفسم بزن نه بستفید سفر خوچه کرم بفر. پایان گفتگوی امن 0900 آی رستمی آی شجره لطفاً در مورد گفتگوی خصوصیتون در این ترنبازی هیچ عکس العملی نشون ندید. متشکر ازتون. خب منم اطلاعش از شما خواستم بفهمم. سپاسگزارم آقای رفی. ببین این دروغی که میگی، دروغ به این گندگی که میگی، رامین منو برد تو اتاق. بعدش که میفهمی میگی آه خیلی فرق میکنه. آه چیه؟ وقتی رامین شما رو برده تو اتاق یعنی شما موظف بودی راست بگویی، رامین وظیفه ای نداشته راست بگه. پس همه چی برعکس میشه. آقا دروغ داری وارد بازی میکنی. آره خانم عبدالرزاقی، چه جوری میشه شما یه کسی رو که صد اعلام میکنی نجات اسلحه میکشی روش؟ خانوم صد اعلام کردی گفتی سفیدمه نجاته، بعد تو فهمیدی اتفاق افتاد من میزنم؟ صد گشتاپو شدی، اسلحه نداری، کاریت نداریم و الان تا الان بلا چاو بلا چاو رفته بودی. واقعا چون اسلحه نداری بی خطری گذاشتیم بمونی، اما فکر این کنین که هزار تا اتفاق تو رای گیری اینا میتونه کمک کنه، اینم در نظر داشته باشیم. خیلی متشکرم. من خانم قاسمی رو میخوام به گفتگو ببرم. تایید میشه گفتگوی دوم این دور. خانم قاسمی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگویم. خب اینه اگه واقعا یکی از اینا بودم انقدر دروغ گفتادم تا حالا دیمونه شده بودم. شیش نفر من آوردم. سایت چیه؟ من مشتری بودم که سفید بازه. تایید میشه؟ تایید میشه؟ بله. خب سیاهات کیان؟ تو به من میشه راجع به خودت اولی چیزی بگی؟ نقشه تا به من مثلا بگی سفیدی؟ من سفیدم. آره ببین من میدونم که تو لایکت بالا بوده. آه پس خودت بگی یا خانم هم نیست میشه من اعتماد کنی و بگی چی هستی؟ ببین نگه کن من یک تو الان مگفتی مشتری هم الان تو من با چهار نفر کرتیس هم نه نمیگم کرتیس به من اطلاعات بچه به تو بگم بچه به اعتماد کنم شاید تو کسی باشی. تو به من بگو اگه به اون نقشی که تو ذهن منو دیدی همه معادلات هم درست همه رو الان برای نوزم داری من نمیگی نقشی چرا نمیگی؟ اینو میتونی؟ بچه اینو میتونی؟ They are speaking. محدث هی ور 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 اسی مشی بوله سی بوله بوله دو افتدار رو ببین سی بوله پغله دور ایسی من دور سارا شکی بخاله گفتم گفته که بیاستید چون که شما جمعتتون از نه نیم جمع بدید و برم بیشون من چی رو سو فرزی؟ اصلا خواهی 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 مشتریه دمست سایی پایی خواهی خواهی نه تو مخواهی یه گفتی گفته نه کجا میده؟ آه بخواه تو گفته گوه فرزی گفته فرزی بگیره فرزی گفته من ندارم مشتری اداره با صدیق روزی میکنه و یه خیابانه کلام آخر پس ما الان بیر از کسلش کیا دیگه الیکاره بینشون الیکاره بینکن نیک فرم نظره درست شکر کی میتونه اول یک خواب بزنه بفرمید خانم سیفی گردشتم زمانتون تموم شد بفرمید خانم زمانتون تموم شد متشکرم.
پایان گفتگوی 0900 بین آقای امیرحسین رستمی و خانم بهار قاسمی. لطفاً شما دو نفر هم در طول این ترم هیچ ریاکشنی نسبت به آنچه در اتاق 0900 اتفاق افتاده نشان ندهید. آقای رستمی که دو طرف مسئولیت دارن الان در ریاکشنش هم ندادن. بفرمایید. من خواستم که خواهش بکنم چون یک نفر رفته بیرون و ما دو ساعت داریم هی برای همدیگه بازی، یه نفر دیگه رو بدیم بیرون، یعنی اگر که امکانش هست، من که جای شما هستم، شما امکان دارید تصمیم عجیبی بگی، خواهش میکنم آقای نیکخواه رو بزنید اگر تو فاین دارید بره بیرون، بعدش خب سایت مشخص میشه چون یک بار زدنش و نرفته بیرون، یک بار دیگه بزنید سر صحبت که برسد میگویند. الان اتفاقاتی که وجود خانم عبدالرزاقی، آقای نیکخواه و آقای رفیعی دیگه به غیر از این ستا دیگه کس دیگه نیست، خیلی روه و بازی نیم ساعت 20 دقیقه دیگه تموم میشه اگر امکانش هست. ممنون. بفرمایید خانم. تو گشتپو نیستی، اصلا جنس بازی تام نیست، برخلاف اون چیزی که از اول بچه‌ها گفتن امیرحسین میگه گشتاپو هم و گشتاپو تا آخرش نیست. این تجمع من و ایشون و خانم قاسمی و اینا را من کتاب شلیکم نمی‌کنم راستش. نه با چش و ابرو هم شد. شما بازی رو ببرین جلو، من چرا ببرم جلو؟ من هیچ کاری برای این بازی نخواهم کرد. متشکرم. بفرمایید. چرا آخه؟ دلم خواست. آقای رستمی سکوت انضباطی، خانم دهخان سکوت انضباطی. شما همه نشستین هی داریم به این برور حواله میدین، آقا رسید به شما شلیک کن، آقا رسید به تو. خب چرا خودتون شلیک نمی کنی؟ چرا حواله میدین به این ور شلیک کردن؟ رامین من بازی تو رو میشناسم، وقتی پا میشی اینقدر قشنگ فیلم بازی میکنی که همه این دوره برایت تحت تاثیر قرار میدی و آخرش هم سیاه از آب در میای. من الان بهت مشکوک شدم. آقای معده شما رو سیاه کرده بود، شما رو گشتاپو معرفی کردن، 10 بار رو شما چی شد؟ آقا با ایشون رفتی، ایشون که آقای شجره گفتن که آقا اشتباه کرده، ایشون شما رو برده، اینو که گفتن. با سپاس. چالش آقا یه دقیقه اجازه بدی ببخشید. جمله بفرمایید. بلند شدی چالش گرفتی، چی گفتی تو؟ آقا چرا تو میگی تو منو بردی؟ من چی گفتی؟ نه واقعا بلند شدی چی گفتی؟ گفتی آقا تو منو بردی، در صورت که میگی من تو رو بردم. مگه اینو نگفته بود شجره؟ آخه ایشو دلیل، ایشو حرف میگی که اینجوری میخوای خودت رو سفید نشون بدی، بعد ایشون سیاس با این رفتی با هم کنار گذاشتین. آره میدونم، بعد حق دارین جفتتون بخندین. آقای نیخوا استدعا کنم بفرمایید. من استدادم توجه بکنم شما. نوبتتون میشه الان، آقای ببینین بچه ها من اصلا کاری ندارم، نمیخوام. ببین یه امکان داره یک اتفاقی بیفتد و یک حتی یک خطایی اتفاق بیفته، ولی انقدر مطمئن بازی نکنین. این که من گروه نجاتم و پا میشم با ایشون، پا میشم میرم تو گفتگو و یه اتفاقی میفته، انقدر ببین مثلا کاری ندارم. یعنی دیدین که به من میگه این سلیکاسیای بدین بریم، سلیکاسیای بدین بیرون، میگم باشه بدین بیرون، مشکلی ندارم با این قضیه. خب اتفاقا موافق شمام که ساید بازی مشخص میشه، تکلیف بازی معلوم میشه، اما انقدر آسون نیست این بازی، من بعید میدونم این شکلی باشه. بهار سفیده، اما چرا این اتفاق میفته؟ ببین من بهار رو برمیدارم میبرم، ببین برای هر کدوم ما این اتفاق افتاد و دیدیم که گشتاپو هم این وسط کره گرفت از این حرکت ایشون که برگشت گفتش که من پس من سفیدم دیگه، سفیدم چون جوله سفید بود پس من سفیدم. من اصلا ترسیدم، گفتم کدوم یکی از این آدما امکان داره که راین هارتی کرده باشه شب یک. به همین دلیلم ایشون رو بردم تو گفتگو که سایت معلوم کنم. وقتی برمیگردم میگه سیاه صده و یه لحظه یه فلش بک میزنم که انقدر بی پروا شلیک میکنه بدون اینکه اون نقشی که میتونه 60 بالا دیده باشه باشه، یهو وحشت میکنم. میدونی آدم وحشت میکنه. منم بالا میشم، انقدر هولم که تو چالشم شلیک میکنم. این باعث نشه که الان هم بخوره، الان اتفاق عجیب و غریبی بیفته. ببین الان همه دارین هم دیگر رو تایید میکنین. ترسناکه این ماجرا، ترسناکه. الان تو داری اونو تایید میکنی، اون داره تو رو تایید میکنه، این داره اینو تایید میکنه، همه دارین هم دیگر رو تایید میکنین. متشکرم. بفرمایید خانم قاسمی. چالش کسی نمیخواد. شما سکوت انضباطی هستی خانم. آها بفرمایید آقای مهندس. بچه‌ها چرا انقدر این اسلحه‌هاتون یه کاری بکنین؟
فقط یه اسلحه شلیک شده یکم که حذف شده. خب یعنی که اگه حدس میزنیم که کیان انجام بدیم، من نگران خودمم. یعنی اینجا یه سری پارتیزان داریم که اسلحه رو گذاشتن اینجا که باید بگیم ای شلیک نکردیم، یه کاری بکنیم دیگه. متشکرم. خب دوستان، من ترن قبل یک فکتی آوردم برای اینکه چرا شلیک کردم به آقای نیکخا. گفتم تو گفتگو خانم عبدالرزاقی ایشون رو سعی میکرد سفید کنه، باعث شد من اینجوری فکر کنم. خب الان یه اتفاق دیگه تو ذهن من هست، صلاح نمیدونم الان بگم، شاید تعداد زیادی از دوستان متوجه بشن من چی میگم، ولی شما چرا تارگت دوستانی که 5 نفری که میگین با من بازی میکنین، چه تارگت قطعی منو که بلند شدم روز یک به شلیک کردم و شما رها کردین چسبیدین به خانم عبدالرزاقی؟ من کی گفتم اصلا ایشونو بزنید یا چی؟ ممکنه خانم الیکا واقعا منو به یک دلیل دیگه، به همون دلیلی که هفته پیش بازی کردیم و تیم شدیم، منو برده باشن. الان من از ایشون کاملا عقب نشینی میکنم، البته که اگرم گشتاپو باشه دیگه تیری نده. آقای نیکخواه باید شات بشود. آقای رفی من از شما خواهش کنم، شما پشت سن بازی میکنم، خواهش کنم آقای نیکخواه بزنی میزنی؟ میشه بزنی الان؟ لطفا. بعد خانم شاقه من بعدم با شما کار دارم، شما کلن داری ساز مخالف میزنی با بازی، یعنی چی؟ متشکرم. آقای نیکخواه بفرمایید. خانم قاسمی شما میفرمایید که ایشون، من با ارادت زیادی که نسبت به شما دارم، ولی این چیزایی که میگین آخه خیلی غیر منطقی و نادرسته. ایشون میگن چرا فلانی رو زدی؟ میگی بعد از اینکه من رفتم با شما صحبت کردم و به نتیجه رسیدم شلیک کردم. شما قبل از صحبت ایشون شلیک کردین به من. چرا حرف تو دهن بقیه میزنین؟ چرا دارین آب و گل آلود میکنی؟ بخندین، به حق دارین بخندین. آقای محدث سفید بنده است 100% و ایشون سیاه. ایشون رو خواهش میکنم با رأی بندازیم بیرون، چون من فکر میکنم که حالا کرتیس بازی بهتر میدونه این موضوع. اگر مصلحت میدونی کرتیس بازی با رأی، اگر نمیدونی که شلیک کنیم با شلیک بندازیمش بیرون. متشکرم آقای نیکا. آقای امیر حسین رستمی با دو تا از عزیزان میره توی گفتگو، فضا به یه شکل دیگه میره، ریاکشن نسبت به گفتگو نباید بدن، ولی خب ریاکشن گفتگو رو میدن. کرتیس بازی من فکر کنم که توی این بخش خیلی بازی خورده و خیلی داره بد عمل میکنه. من قطعا اگر که اسلحه داشتم جناب آقای نیکا رو میزدم، قطعا اگر اسلحه داشتم آقای نیکا رو میزدم. پشت دست خانم قاسمی همچنان بازی میکنم و خواهش میکنم دیگه، یعنی من فکر کنم نجات بازی بازی رو داده دست گشتاپو به دلیل اون ائتلاف اشتباهی که اونجا اتفاق افتاده و حالا من منتظرم که گفتگو شما با آقای رستمی هم ببینم چی بوده و این خیلی مهمه. من فکر میکنم بازی خوردیم. سپاسگزارم. به انتهای صحبت رسیدیم. اعلام وضعیت اضطراری، میریم برای رای گیری. میدونید که راینهارت ابیلیتیشو استفاده کرده است. رای گیری اول از سر صحبت آقای فرزین محدث میشمارم. آقای رامین راستاد، آقای شکیب شجره، آقای امیر حسین رستمی، خانم شقایق دهقان، خانم الیکا عبدالرزاقی، خانم بهار قاسمی، آقای رضا نیکخواه. آقای حسین رفیعی. متشکرم.
اعلام وضعیت عادی. اعضای کافه تصمیم گرفتن همه در بازی بمانن. هیچ که مسئله نداره. آقای فرزین مهندس سر صحبت بودن، یک و دو و سه آقای رستمی میشن سر صحبت. انتهای صحبت آقا شجره بفهم. پیرو به حرفای خانم قاسمی فعلا. با اجازتون چالش رو اگه اجازه بدید از این دور آف کنیم، به خاطر اینکه خیلی دارید بدون اکت جدی بازی میکنیم، یه خورده باید سرعت بگیره بازی. ببخشید آقا استاد، تعظیم عرض میکنم و عذر میخوام ازتون. مخلصیم آقا. قربون شما برم. آره سن بفهم. دوستان، بنده خانم قاسمی رو بردم به گفتگو دعوت کردم، ایشون سفیده. من نمیدونم چرا با رأی آقای نیکخار رو ندادید بیرون. بیازاره، فعلا اریکا رو یه گوشه بذارید بیازاره، باش کاری نداشته باشید. بعد از آقای نیکخا حسین رفیعی. حسین رفیعی رو یادتون باشه دوستان، به حرف من گوش بدید. حسین رفیعی رو با اسلحه نمیتونید بیرون بدین، باید با رأی بیرون بدین. اگر میخواین از اسلحتون استفاده کنید، برای رضای نیکخا استفاده کنید. متشکرم. خب در هیچ کاتگوری من نمی گنجم، یعنی وقتی که داری همه رو میگی بد با مزه. شما بچه های محلین، مثلا تو آقای راستاد و شکیب شجر و خانم قاسمی، بعد من بعد با آقای چیز تیر اندازی بکنم مثلا؟ چرا مثلا من چی کارم که تیر اندازی؟ بعد شما باید بشینیم مجمع تشکیل بدیم، به من دستور بدین که من به آقای نیکخا شلیک بکنم. خیلی ببخشید نمی کنم. وای خدای من چه قمریه. یه تونست اینجوره دیگه رفتار کنه امیرزا؟ چالش نداریم نه؟ نه چالش نداریم. آقایون از اونجا را میفته ماجرا. ببین من اصلا کاری ندارم به اینکه شقایق هیچ تیمی برای خودش در نظر نمیگیره، تا مستقل و تک و تنها بازی میکنه. اصلا کاری به این موضوع ندارم. تذکر دوباره. اما از اونجا را میفته و یه جملهش خیلی درسته، هیچ کدومتون اسلحه ندارید که شلیک بکنین. بعد شب میشه خانم قاسمی، من در گفتگوی خصوصیمون موقعی که داشتیم بلند میشدیم گفتم البته آقای نیکخا خیلی به من حمله میکنه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. من کی آقای نیکخا سفید کردم؟ ببین میدونی اگر الان تو برای من سفید صد نبودی، گشتاپو شروع میکنه این چیزا رو هم زدن. یعنی آدما دیدی میگه اونجا چرا گفتی فلان کلمه، این اتفاق هم زدنیه. خب واسه همین اگر سفید صد نباشی واسه من اینجا مشکوک میشه دوباره. خب یعنی دوباره به شلیک میکردم. چرا با آقای نیکخا پس شلیک نمیکنیم؟ چرا شلیک نمیکنین با آقای نیکخا؟ نمیشه بچه ها. این ائتلاف یه چیزیش داره میلنگه، یک نفر داره این وسط بهتون دروغ میگه و شما با کرتیس بازی یکی اون وسط داره بهت دروغ میگه که همون جام نشستی. برادران همراه من، متفقین عزیز، وقتی ما هممون کسلر بازیو داریم، وقتی بازی شلیک نمیشه میره تو رای گیری، چرا رای نمیدین که آقای رفیعی با رای گیری از بازی بره بیرون؟ چتونه؟ اونجا معلومه من با آقای نیکخا رای نمیدم، چی کار با آقای نیکخا دارم؟ نشستم جا، حالا یه شلیکی هم داره دیگه. الان دیگه من واقعا حوصله‌مو سر بردین دیگه، بسته دیگه. یا شلیک میکنید به آقای نیکخا، یا آقای رفیعی عزیزم من با عرض معذرت خیلی خوب پشت دست ما بازی کردیم، ولی خب دیگه یه جایی معلوم میشه ما دیگه خیلی رفتیم گفتگوها رو سوزونیم. حیف از سه تا گفتگو که یک اتفاقای درستی نیفتاد، ولی اشکال نداره حداقل اعتمادا درست. ما نمیذاریم خط به خلبان این بازی بیفته و ازش تا پای جان حفاظت میکنیم. و اگر کسی شلیک کرد آقای نیکخا میره بیرون، اگر شلیک نکردن آقای رفیعی که البته ایشون احتمالاً الان دیگه اون اسلحه که نداره رو باید رو کنه دیگه. خانم شقایق شما یک خواهش میکنم، سم بازی نکن، خدا کنه گشتاپو باشی، اگه نباشی من خودم رو حلق‌آویز میکنم. متشکرم. بفرم. خب بزن دیگه، شما گشتاپو بعدی هست. بفرمایید. آقای نیکخا باز ما راجع به خانم قاسمی صحبت کنیم. بابا خیلی گفتیم راجع به شما. آقا هر چی میخوای در موردمون فکر کن. چی بگیم آخ؟ والا هر چی میگیم باز نوبتشون که میشه باز پا میشم. آقای حالا نیکخا رو ول کنیم بریم سراغ آقای رفیعی، ایشونو بندازیم بیرون،
خانم دهقان شما را میندازیم بیرون. آقای فلان چه خبره با من؟ چند تا گشتاپو داره؟ چبر شدن گشتاپو. آقا شما مگه نمیگین من چرا شلیک نمیکنی؟ چند تا شلیک شده که شماها نشستین همه میگن فلانی بعد هیچ کدومتون هم دست به اسلحه نمیبرین؟ تو شما آدم مشکوک نیست؟ خودت مشکوکی. من از همون اولم دیدی هر وقتم گفتم تو کسلری کسلر در اومدی، هر وقت گفتم گشتاپو هستی خودتم قبول داری. قبول داری یا نه؟ با سپاس زیاد. الانم شلیک میکنه بگیش. تایید میشه شلیک آقای نیکخواه به آقای راستاد. اعلام وضعیت اضطراری، لطفاً ماسکا رو بذارید. ماسکا رو بذارید. آقای راستاد وصیت برای دکتر پاسکال بفرمایید. دکتر سیف ندی تو میدون تجریش میزنم، یعنی دنبالت میام. اصلا پر بازه. بابا آقا وسط اینم آدم میگی رامین تو چرا میگی حسین رفیع یه اشتباهی کرد؟ شما نگران حسین رفیع، شما نگران خودت باش برادر من. حسین رفیعی خودش انقدر تابلو هست که نمیخواد شما ازش دفاع کنی. حسین رفیعی اسلحه نداشت شما رو بزنه، اون تو واسه من پارتیزان بود میخواست به من اسلحه بده. من نمیدونم چه جوریه. دکتر مواظب باش بهت تش نگم. دکتر برو دکتر. متشکرم آقای راستاد. دکتر پاسکال رو انتخاب کنید در این جمع. اما تو فکر میکنی دکتر چی بوده که میتونم سکر بگه میرم نمیسته میمونه همه چی فرم نظر بسن؟ متشکرم دکتر پاسکال. بیا بالا. آیا تصمیم میگیری که آقای راستاد در بازی بماند یا برود؟ اعلام وضعیت عادی. شلیک آقای نیکا به آقای راستاد با تلاش مجدانه دکتر پاسکال به هدف نشست. بنابراین صحبت میرسه به آقای رفیعی. در خدمتون هستیم، بفرمایید. آیه راستاد شما میگی دروغ وارد بازی کردی، بعد خود شما دروغ وارد بازی میکنی. من هیچ وقت به شما نگفتم من به شما اسلحه بدم. شما از من پرسیدی من شما رو بردم، درسته؟ بعد از من پرسیدی گفتی سایتت چیه، گفتم نجات، گفتی چه شخصیتی هستی، من شخصیتی به تو گفتم که اصلا نمیتونستم بهت اسلحه بدم. این از این. خانم قاسمی اصلا این مهم نیست که الان شما نظرتون از منی که با شما بازی میکردم برگشته و الان به یه جنبندی رسیدید، اب نداره. نجاتی که الان با هم دیگه هم دست شدین و تیم شدین، اشتباه رو پیدا کردین. دوستانتون نهره شلیک کردن اصلا، نه تو رأی گیری کسی رو بیرون میدن. من از کرتیس بازی سوال میکنم، شما به چه جنبندی رسیدی و به چه اجماعی رسیدی بین اون سه دستی که بالا بودن؟ شما اگه انقدر مطلع بازی هستی که به راحتی الان جمع و تفریقاتو انجام دادی، به جمع‌بندی رسیدی و بعد از گفتگو، من البته دوستان بعد درباره گفتگوشون به صحبت بکنن قطعاً، چون شلیک شده رأی‌گیری هم نخواهیم داشت و تو ترن بعدی همه چی معلوم میشه. به هر حال به هر شکل این بازی تمام خواهد شد و مشخص خواهد شد که چقدر دوستان پارتیزان تبر بازی کردن. متشکرم. یک چیز نکته دقت بکنید، ما فقط میخواستیم یک کاری بکنیم و من هی گفتم من نگران خودمم و شما دقت نکردید. سر صحبت امیر حسین رستمی بوده، بر فرض بگیریم که آقای نیکخواه و ایشون گشتاپو هن. 1 2 3 تیر نداری و تیر داره. به نظرم ممکنه بگی که نه نمیزنه چون یک گشتاپو داری. الان آقای نیکخواه برای ما خطری نداره. لطفاً وقتی که این دور رو تموم کردیم هی نکس بدین تموم بشه،
ایشونو یا با رای گیری یا بزنیم بره، یا تیرش از بین بره. ممکنه حتی با تیرم نره، ولی یه تیر داره. پارتیزان ها میفهمن چی دارم میگم. متشکرم. فقط من الان میخوام با لایک به من بگین موافقین آقای حسین رفیعی با رای گیری بره بیرون؟ کیا موافقن؟ پس با آقای نیکخواه که اسلحه نداره تیراندازی نکنیم. کسی تیراندازی کرد گشتاپوه، نمیخواد کسلرش بره بیرون. بنابراین میتونیم نکس بدیم که زودتر به نتیجه برسیم. استعلام بیاد ببینیم چند چند. من یه صحبت دوست داشتم، اصلا یه صحبتی بکنم. با حرف شما کاملا موافقم خانم دهخان عزیز. اگر من یعنی جوری بازی کردم که شما پیش خودتون احساس کردید که از دایره بازی که من تو ذهن خودم دارم، یعنی با مثلا خانم قاسمی صحبت کردم، با امیرحسین، با هر کس دیگه، شما رو خارج گذاشتم انگار، یعنی شما رو وارد بازی نکردم، من از شما عذرخواهی میکنم. واقعا یعنی قصدی اصلا نداشتم. متشکرم، بفرمایید. که گفتید که شلیک نمیکنه، از من دارید خواهش میکنید، به اجماع رسیدید. اصلا یه همچین چیزی با توجه به اینکه شلیک داشتیم در این دور، بنابراین به وضعیت اضطراری نمیریم. 1-2-3 خانم قاسمی، سلاح ما پارتیزان ها رأیمونه. خب آقای شکیب شجره، خانم عبدالرزاقی ها ولش کن، خانم دهقان گشتاپوی بازیه و اسلحه داره. ما الان دو تا گشتاپوی اسلحه دار داریم به نظر من، و یک گشتاپوی که شلیکشو کرده. خب شما آقای رفیع ببخشید، من اینجای بازی میتونم دیگه، شما نقش خلبان وقتی برمیداری برای خودت، چرا از مأمور نجات بازی اسلحه نگرفتی وقتی باش رفتی اون تو؟ شما باید اسلحه داشته باشی، خلبان هم باشی باید از رامین راستاد اسلحه میگرفتی. متشکرم. شما الان یا نداره دیگه. متشکرم. نگه داشتی دیگه. متشکرم. نکس خانم قاسمی، مشخصه که ایشون خودشو برای من شونه، فقط گفت به من گفت اطمینان ندارم. من از کجا میدونستم که این واقعا داره با من بازی میکنه؟ از کجا باید میفهمیدم؟ همون جوری که آقای نیکا منو اینجوری بردن برای گفتگو، یعنی ایشون جوری صحبت کردن. البته فایده ای نه، من که گفتم برای گیری بدید بیرون. متشکرم. نکست. 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 متشکرم. نکست. رای گیری کنیم بیرون. بله بفرمایید. میریم به رای گیری. در واقع وضعیت اضطراری، ماسک‌ها روی صورت، رأی‌ها رو میشمارم. برای سر صحبت خانم قاسمی، آقای نیکخواه، آقای رفیعی، آقای مهندس، آقای راستاد، آقای شجره، آقای رستمی، خانم دهقان، خانم عبدالرزاقی، اعلام وضعیت عادی و عرض میکنم که کافه بالاخره یک نفر رو تصمیم گرفت که از بازی بیرون بده و او کسی نیست جز دوست قدیمی، عزیز دل، حسین جان رفیع. آخرم ثابت کرد. حالا ظاهر با این حرکت خیلی احتیاج به استعلام نداره. استعلام عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه دو نفر از بازی بیرون هستن، باید استعلام خدمتتون اعلام کنیم. فقط اینو بگم که 1-2-3 سر صحبت آقای راستاد خواهند بود و اما در استعلام دو نفر از بازی خارج هستن، یک نفر از گروه نجات و اتفاقا اون یکی از گشتاپو. و اما 8 گفتگوی خصوصی در اتاق 0900 انجام شده. فقط
دو شلیک انجام شده و البته یه اسلحه هم که میدونید مال خانم عبدالرزاقی بود سوخته و اسلحه دست گرداننده تا صبح هست تا دلتو بخار دوتا خب الان دو حالت داره آقا که بی خطرن خانوم هم حالا میذاریم پنجا پنجا گشتاپو نجات هرچی ولی رو خانوم دهقان الان ما اگر خانوم دهقان از دستم بدیم پارتیزان هم بوده باشه چیزی از دست نمیدیم آقا میونه اصلا هم که بندازی کافی داریم من شلیک میکنم به خانوم دهقانی تایید میشه شلیک به خانم دهقانی تایید شد اعلام وضعیت اضطراری خانم دهقان لطفاً وصیت برای دکتر پاسکال تا الان تا همین دقیقه الان شبیه نوکودی بودم تیر خوردن الان شبیه نوکودی تیر خوردنه به خاطر اینکه با اینکه کاری نداره کاریم باید نمیتونه بکنه بلاین نداره یه میزره از زیاد بودن اصله هست به نظرم و حالا دیگه یه چیکار کنیم اصلا هم خیلی استفاده بکنیم من هم متشکرم لطفاً در بین این جمعی که جلوی شما ایستادن دکتر پاسکال رو انتخاب بفرمایید متوجه شدم حالا ماسکو بذاریم دکتر پاسکال بیا بالا یعنی که بازی هم یعنی که بازی در هیچ کتگوری من نمی گنجم یعنی وقتی که داری همه رو میگی بعد با مزه شما بچه های محلین مثلا تو آقای راستاد و شکیب شجر و خانم خواست بعد من بعد با آقای چیز تیر اندازی بکنم مثلا آیا میخواد خانم دهقان در بازی بماند یا برود متشکرم اعلام وضعیت عادی شلیک آقای رامین راستاد به خانم شقایق دهقان عزیز به هدف نشست و ما با احترام بدرقه میکنیم سرکار خانم رو عرض شد خدمتون که این دور شلیک داشتیم بنابراین میدونید که در پایان دور ما وضعیت اضطراری و رای گیری نخواهیم داشت آقای شجره بفرم خب موافقت که هم با رای گیری این دو دوست عزیز رو هم بدیم بیرون رو کدومشون اجماع کنیم که نکس بدیم سریع روی آقای نیکخواه بسیار پس نیکس بدیم روی آقای نیکخواه متشکرم آقای رستمی نیکس سر صحبت خانم قاسمی بودن بنابراین یک و دو و سه حالا آقای راستاد هستن آقای راستاد بفهم بچه ها نیکس میدم نیکس بدین روی آقای نیکخواه باشیم که بدیم با رأی بیرون تا وضعیت اون مشخص شه اگه اعلام کردن که دیگه نیکس دادیدیم بلاچاو که دیگه این توضیح بدم که نیکس یعنی نفر بعدی نیکس بگو دیگه بله نیکس برای نفر بعد نفر بعد من چون نمیتونم حرف نزنم بچگی زیاد هم فقط زودتر ایشونو میدیم بیرون که انشالله زودتر بازی تموم شه ولی اگه نشد میدونیم که بعد شما رو باید بدیم بیرون متشکرم آقا همه دارن نیکس میدن شما پا میگوی آبزوان من میخوام صحبت کنم آقا برم نیکس میده آقا جا برم نیکس میده متشکرم نفر آخر نیکس بله وضعیت اضطراری اعلام وضعیت اضطراری
رأی ها رو میشمرم برای سر صحبت آقای راستاد، آقای شکیب شجره، آقای امیرحسین رستمی، خانم الیکا عبدالرزاقی، خانم بهار قاسمی، یعنی چه؟ هنوز اسم آقای نیکا نبردن، این چه وضعیه؟ برای آقای نیکا عزیزم، آقای فرزین مهندس، سپاسگزارم. من قبل از همه تون به خودم رأی دادم که بدونید، حالا من میرم بیرون اعلام میکنم. چاره ای نبود آقا. ولی بعدش به همدیگه یه نگاهی بندازین. من الان میرم اعلام میشه. خداحافظی میکنیم با یک نفر. اعضای کافه تصمیم گرفتن که آقای نیکا کمی استراحت کنن، تجدید قوا کنن برای بازی هفته آینده. آقای نیکا شما استثنان اگر وصیتی دارید، در این وضعیت قانون اجازه نمیده، ولی ما اینقدر شما رو دوست داریم، دوست داریم چند جمله برای ما صحبت کنید. اگه نه که اون جمله معروف شما به یادگار همیشه هست که من حالا چیزی ندارم. باشی برای بعد. سپاسگزارم. پس اما بازی کم کن ادامه داره. بله. سر صحبت آقای راستاد بودن. 1 و 2 و 3 خانم عبدالرزاقی بفرم. استعلام با توجه به اینکه 4 نفر از بازی خارج هستن، 2 نفر تازه از بازی بیرون رفتن، درسته؟ پس من استعلام این 2 نفر تازه رو خدمتتون عرض میکنم که 1 نفرشون از گروه گشتاپو ها بود و 1 نفر دیگه از گروه نجات. خانم عبدالرزاق خواهش میکنم. دوستان چیتی ها اومدم فیکس بدم، ولی خب به هر حال آدم چی میگن، همه تو قمرقاشو میگی توی سبت نمیذاره دیگه. یک به هر حال حالا من نکس میدم. واقعا خانم شقایق دهخان ببخشید جسارتم، من نمیخوام از شما عذرخواهی کنم، بخاطر اینکه سمی بازی میکنی. خب خواهر من، عزیز دل من، پشو بزن دیگه. 6 نفر که با هم دروغ نمیگن که توی بازی، یعنی به نظرم ما اشتباه نکردیم، ما فقط ریسک نکردیم چون ایشون شلیکش. حالا الیکا جون خدا متشکرم. نکست، حرفی ندارم. رأی گیری برای خانم عبدالرزاقی. آره دیگه متشکرم. دیگه به اشاره سر کشید. بله بله، میریم به وضعیت اضطراری. رأی برای خانم عبدالرزاقی میشمرم. رأی برای خانم قاسمی. رأی برای آقای مهندس. رأی برای آقای راستاد. رأی برای آقای شجره و برای آقای رستمی. به وضعیت عادی برمیگردیم. اعلام میکنم که اعضای کافه همونطور که پیش بینی میشد تصمیم گرفتن که 1 نفر از بازی خارج بشه و او کسی نیست جز سرکار خانم الیکا عبدالرزاقی. تشویقشون بفرمایید. با این بازی ادامه دارم. متشکرم. بفرمایید. سر صحبت خانم عبدالرزاقی بودن. 1 2 3 آقای راستاد بفرمایید. چالش نداریم. انتهای صحبت آقای فرزین مهندس. آچمز یه حالته. نه، اجازه بدین. فقط ایشون میتونه گشتاپو باشه. اگر گشتاپوی تو بازی مونده باشه، فقط فرزین مهندس میتونه باشه ولا غیر. چالش میخواد؟
من میگم یه وقتی توی زندگی عادی هم خدا با آدم شوخی میکنه. فکر میکنم شما دارید شوخی میکنید با ما. تشویق کنید. چی کردی؟ باری کلا. چیه بچه مشتری بودم؟ رفیق چه مشتری بودم؟ تبریک به گروه پارتیزان. تبریک به گروه پارتیزان. یعنی ویختم گفتم نکنه دونم زدی گوی. خیلی شوکه بعدی بود آقای نفرمیان. شما حقتون بودم. شما حقتون بودم. باید مشتری که ساید نگرم. آره دیگه. باید اول خب دیگه یه کار مهم انجام دادم. سردست جوله رو دادم بیرون. بمیرم شما نبودی؟ الیکا بود، حسین بود، خانم دهقان. شما گشتاپو نبود؟ نه من شما را سید من یه ساعت من داشتم خودم رو پیک پاره میکردم. نه خانم دهقان جقایه بود و چیز بود و خانم دهقان. بعضی آدم ها انقدر مهمن که انتخاب یه هدیه براشون خیلی کار سختیه. ایرانسل یه پیشنهاد خوب برای این انتخاب داره که علاوه بر روند بودن و جذاب بودن خط کلی امتیاز دیگه هم دارن. از جمله یه بسته مکالمه رایگان 900 دقیقه‌ای ماهانه، یه بسته پیامکی 900 تایی رایگان ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت. چی از این بهتر؟ برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از جزئیات 0900 کافیه که به آدرس 900.ir مراجعه کنید یا شماره گیری کنید کد دستوری ستاره 900 مربع رو. خیلی ارادت دارم 0900 خط نسل متمایز. اون کافم که خیلی جذاب بود دیگه. حالا به واسه اینکه سریال تو ایران داشت ترجمه میشد روابط هایی تغییر میدادن که باید این اتفاقا بیفته تو دوبله که بعد ما فهمیدن اصلا روابط چیز دیگه بود. من دوستشون نداشتم، نمیدونم چرا، همیشه برام اون بخش گشتاپوها و آلمانیا جذابتر بود و دوستشم اونا همیشه پیروز بشن که مواقعی هم نمیشدن. ببین یعنی مطمئن بودم اینا میدونستم من خلقان، امکان نداشه به این سادگی ها معتاد چیزی که من راضی کردم با امینه که من به اتفاقی بین امیر حسین و شکیب افتاد، اینا چون هم بازی همون بلدن اعتماد کردن. الان آقای نیکا آمده میگه من گشتاپونم، قلبم تو تالاب افتاد زد چون من خیلی دوست شدم و حس کردم که حقیقت چی میگم، ولی خیلی کیف بود. خب ببین یه
چیزی وجود داره دیگه. من که خب ران هارتم، یارامو که میشناسم، میشیم 3 نفر. 7 نفر باقی میمونه که تو این 7 نفر یه نفر رو برده گفتگوی خصوصی و به احتمال قوی یک مشتری رفته ساید بگیره و خب قاعدتاً از ساید سیاه که نبوده، خودم سیاه بودم. حدس میزنم که آقای جوله مأمور نجاته و نقششو گفتم و همون شب بگردم معذرت میخوام آقای جوله، دادیمش بیرون. بعد دیگه به خودم غره شدم، گفتم عجب بازیکنیم من. چطور با این حدس قوی اون اشتباهو کردی؟ آره، برای اینکه من فکر کردم که یعنی من از حتی چالش نگرفتم. بهار قاسمی خیلی بازیکن حرفه‌ایه. توی اون گفتگو خصوصیه یه جورایی خب هولم شده بودم، هی دهنم خوش میشه آب دهنمو قورت میدادم این اسم گشتاپو برام سخت بازی کردم. بعد که برگشتیم توی بازی گفت کسی چالش میخواد سردست بود، من گفتم بگیرم ازش توضیح بدم گفتگو خصوصی ما، بلند شد گفت این 100 گشتاپوه. یه لحظه ذهنمو گذاشتم جای مثلا یه آدمی که سفیده بازی باشه، پارتیزان باشه، شک میکنه دیگه. بلند شدم خب شک که تو بگو شلیک چرا میکنی، اونم تو چالش. یعنی اصلا هیجان زده شدم دیگه. بیننده های خوب ارتش سری، مسابقه پیش بینی داریم. شما پیش بینی کنید که در بازی هفته آینده گروه نجات برنده میشه یا گشتاپو. برای شرکت تو این پیش بینی کافیه که شماره گیری کنید کد دستوری 3900 مربع رو یا به آدرس 900.ir مراجعه کنید. ضمناً به 3 نفر از کسایی که پیش بینیشون درست از آب در میاد 3 تا جایزه ویژه تعلق میگیره. میارزه قشنگ. 0900 خط نسل متمایز. اون طرفدار دیوونه که میتونی روش حساب کنی، من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم، من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. من چشمای ابری داری، راز منو تو قلبت یکم نگه میداری، یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر تو که خود قلب منی، تو که به خاطر من از تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من، خوبی هنوز تو حافظم، برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم، کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت، خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم.